سلام بچه، صدام میشنوی؟ فکر میکنم الان صدام باید بشنوی. خب اگر صدام بلنده که بگین کمترش کنم. خدا رو شکر که همه میشنوین، مرسی از جوابتون. خب خدا رو شکر. بلنده، خیلی ها میگن اوکیه، پس فکرم شما باید اسپیکرتون رو بدین پایینتر. خانم یزدانیان، خب شروع میکنم چون یه ذره هم اسلاید ها زیاده. امروز کلا راجع به این چیزایی که امروز میخوایم صحبت کنیم، اول من یه کوچولو راجع به داستان خودم میگم، بعد یه کوچولو راجع به اراسموس براتون توضیح میدم چجوری شروع شده، بعد چی شد که شده اراسموس پلاس، این تحت چیزی که شماها هستین در است، یعنی دوره جدید اراسموس، بعد بقیه اسوسییشن ها رو براتون توضیح میدم و اما رو توضیح میدم. همونجور که میدونین بهتون توضیح میدم، ولی خب من توی اسوسییشن نماینده ایرانی هم و نایب رئیس میدل ایست خاورمیانه، چپتر خاورمیانه، براتون توضیح میدم استراکچر چجوریه و کل اسوسییشن رو یه مقداری و بقیه اسوسییشن ها رو براتون توضیح میدم، اونایی که مال کندیداست هست. بعد اسکالرشیپ رو زیاد توضیح میدم، داکیومنت هایی که شما دارین و چی کار بکنین حالا که اومدی. یه کوچولو هم در مورد آینده در اصل براتون توضیح میدم، یه کوچولو البته، چون شما فکر کنم همه مستر باشین، ولی مطمئن نیستم. سه نفر امسال پی اچ دی داریم از ایران. اگه بچه های پی اچ دی هم هستن لطفا برام بنویسین که بدونم پی اچ دی هستین یا همه مسترین. ولی کلا یه کوچولو براتون توضیح میدم بعد از پی اچ دی تون چی کار، بعد از در تو طول درستون چی کار کنین که یه مقداری در نهایت گزینه‌های بهتری داشته باشین برای کار اگر قصدتون موندن تو اروپاست. اگر که قصدتون برگشت، باز همینا کمکتون میکنه از نظر من، در حالی که خب ممکنه خودتون یه مقدار ایران رو بهتر بدونید. در نهایت یه دونه question and answer میذاریم که هر سال شما برای من تاد میکنیم، من سعی میکنم تا اونجایی که میتونم جوابتون رو بدم و حالا کانتکت هم میدم اگه باز هم نیاز به کمک داشتیم. اول شروع میکنم با پرسونال هیستوریم. در از همونطور که میدونید اسم من ساراست، سارا بهنامه. خب من ایرانیم و ایرانم درس خوندم، تا آخر لیسانسم ایران درس خوندم، بعد از لیسانسم اومدم خارج و الان هم زندگی میکنم هم کار میکنم تو میلان. جز فارغ التحصیل اراسموس محسوب میشم، من دکترام اراسموس خوندم که حالا براتون توضیح میدم، ولی من الان دارم هم زندگی میکنم هم کار میکنم توی میلان ایتالیا. یه کوچولو از بک‌گراند خودم بخوام بهتون بگم، من بچلرم لیسانسم و این مهندسی صنایع خوندم شریف، بعد یه مستر خوندم توی خیلی مولتی دیسیپلینری بود بین مهندسی مکانیک، مدیریت و صنایع، اسمش به اینجا میشه پروداکشن انجینیرینگ اند منیجمنت، مهندسی تولید ایران میشه تقریبا توی KTH سوئد، و یه مستر دیگه مثلا انجینیرینگ خوندم تو مهندسی صنایع تو مالزی. از اونجایی شروع شد اراسموس من که من یه دبل دیگری پی اچ دی گرفتم توی مدیریت اقتصاد و مهندسی صنایع تو دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا و مهندسی صنایع پلی تکنیک مادرید توی اسپانیا. راجع پروگرام یه ذره توضیح میدم. الان آیا برای همه قطع وصل میشه؟ چون آقای رامین میفرمایند که برایشون قطع وصل میشه. برای همه قطع وصل میشه یا اینکه فکر میکنم مشکل از اینترنت شماست بس، چون من با سرعت خیلی بالا وصل شدم برای اینکه سب متشکرم. هم الان من پست داک ریسرچ فلو هستم توی نشنال ریسرچ اینستیتوت ایتالیا. ایتالیا یه دونه مثل همه جا مرکز تحقیقات ملی داره که پابلیکه، اونجا پست داکم و در این حال درس میدم دانشگاه پلی تکنیک، پست گریجویت درس میدم، یعنی درس کامل نه کورس کامل نه تیچر ساپورترم، درس لکچررم، چند جلسه میدم درس میدم توی مستر کورس، بیشتر تو قسمت اینوویشن کار میکنم. یه ذره برای اینکه فقط حوزه تخصصیمو بدونید اگه یه موقع حوزه تخصصی همه کاری داشته باشین. الان نقشم توی اراسموس موندوس اسوسییشن که براتون توضیح میدم بعدن چه نوع اسوسییشنیه،
وایس پرزیدنت میدل ایست چپتر هم چپتر چپتر داریم بر اساس جغرافیای خاورمیانه، چون من ایرانی ام توی خاورمیانه دوست داشتم فعالیت کنم و تو چپتر اون وایس پرزیدنت هم از سال 2015 این دور دومیه که وایس پرزیدنت و نماینده ایرانی هم توی اسوسییشن از سال 2013، یعنی یک سال بعد از اینکه دکترام شروع کردم. این لینکی که گذاشتم اینجا میتونین برین میخونین پرزیدنت کیه، من وایس پرزیدنت هم، یک کوچولو بیشتر راجع به چپتر میتونین بدونین، خیلی هم حالا فرق نمیکنه. اراسموس، داستان اراسموس هم از سال 2012 شروع شد وقتی که من این رشته رو گرفتم، اسمش یورپین داکتر این ناستر منیجمنت. احتمال وقتی اپلای کردین اینم دیدین به عنوان یکی از رشته هایی که وجود داشته، البته الان دیگه راه نمیشه، 5 سالش تموم شد. یورپین داکتر این ناستر منیجمنت اسمش ادیمه. من بچه دوم دانشجوهایی بودم که میگرفتن، این سال دومی بودم که میگرفتن، سال 2012 درسم رو شروع کردم. دانشگاه یعنی این رشته ادیم بین سوئد، ایتالیا و اسپانیا است، ولی من چون مسترم و سوئد بودم یه قانونی وجود داره که شما وقتی که یه سال یه کشوری از اروپایی بودین دیگه اروپایی محسوب میشین. حالا من این زشرت هم فرم که خارجی هم چون محسوب میشدم به خاطر اینکه کلش پرسونه سوئد نشدم، اینش خیلی مهم نیست، مهم اینه که در نهایت به اون قانون ایتالیا و اسپانیا رو به من دادن و البته خب یه مقداری ترجیح خودم هم بود، ترجیح میدم تو جنوب اروپا زندگی کنم، توی پولیتکنیک میلان و پولیتکنیک مادرید. یک کوچولو میتونین بهم بگین شما ها تو چه کشورهای پذیرش گرفتین که سعی کنم یه مقداری به سمتی رو برمش که به در شما هم بخوره، تا حدی که البته یعنی نالج من میکشه میتونم بهتون توضیح بدم کشورهای مختلف اگر یه قسمت های متفاوت من میدونم. خب جرمنی اسپین دارین، جرمنی فرانسه دارین، آقای علی شما یه چیز نوشیم و هیچی نیومده، فرانسه داریم، اسپین فرانسه داریم، فرانسه، آلمان، اسپانیا، انگلند. فکر کنم شما تمام کشورهای کنسورسیوم رشتتون دارید میگین خانم مهتاب. هلند، فرانسه، اسپانیا، فنلاند، نروژ، بلژیک، اسپانیا، اتریش، دانمارک، بلژیک، ایتالیا، مالزی. خب طبعا میتونم بگم خیلی واید رنج از اروپا داریم، حتی اروپا شرقی هم داریم، انگلیس هم داریم، اسلوونی، سوئد، پرتغال، بلژیک، اسپانیا، فرانس یا هلند و آلمان، بلژیک، آلمان. آلمان یه کوچولو به نظر آلمان، فرانسه به نظر میسه توتون زیادتره و اسپانیا، ولی خب به ساعت چیز خیلی واید رنجیم. من سعی میکنم هر که میریم بگیم چه کوشن انسر، سعی میکنیم با هم دیگه اگه سوال خاصی راجع به کشورها دارین برام توضیح بدی، ازم بپرسین تا جایی که بتونم توضیح میدم، ولی در کل من اطلاعاتم خیلی بیشتر راجع به خب طبیعتا سوئد، ایتالیا، اسپانیا خیلی قوی تره، میتونم سوالای شاید دقیق تری رو بهتون جواب بدم. خب در زمینه بقیه بازم میتونم کسایی رو بهتون معرفی کنم اگه سوالای خیلی اسپسیفیک دارین راجع به اینکه مثلا برین اینو کجا بگیرین، دیگه اینا رو من خیلی نمیدونم، ولی شاید بتونم آدم‌ها رو بهتون معرفی کنم اگه بیشتر نیازتون شد. خب مرسی که گفتین، من یه کوچولو راجع به اراسموس براتون توضیح بدم، فکر می‌کنم به عنوان بچهای اراسموس بعد نیست یه کوچولو راجع به اراسموس بدونین. اراسموس از سال 1987 شروع شد، اولش فقط برای دانشجوی اروپایی بود، موبیلیتی 3 تا 12 ماهه میداد بسته به اینکه شما کجا دانشجو بودین، یعنی مثلا من اگر اروپایی بودم ایتالیا درس می‌خوندم مثلا، یه به من پول میداد که یه موبیلیتی برم به یه دانشگاه دیگه 3 تا 12 ماه فقط، و یه دونه دیگری بود، یعنی یه دونه مدرک میداد، همون مدرک دانشگاهی که داشتم درس میخوندم و توش کار میکردم، یعنی درس حقوق من اون موقع 150 یورو بورسیه بیشتر نبود. این گذشت تا سال 2004. سال 2004 تصمیم گرفت اتحاد اروپا که این اراسموس رو گسترش بده، تبدیلش کنه به کل جهان و نه فقط دانشجوی ایتالیایی. شما بعد از این همونطور که خودتون احتمالاً میدونین شما این رول میشین توی هوست یونیورسیتیتون، همه رشته‌های هوم یونیورسیتی در جایی که معمولاً شما شروع میکنین و بعد یه هوست یونیورسیتی دارین که مقدار معمولاً مدت زمان کمتری رو اونجا میره، ولی شما به عنوان یک دانشجو اونجا این رول میشدین. یه موبیلیتی یک تا سه ساله داشت و دبل دیگری یا جوینت دیگری میداد. دبل دیگری همین الان یه ذره تفاوتشون براتون توضیح بدم چون خیلی به نظر میسه نمیدونن. دبل دیگری دو تا مدرک به شما میدن از دو تا دانشگاه مختلف. جوینت دیگری
یه مدرک به شما میده رفتین میخوره. تفاوت جون دیگری و دابل دیگری اینه، قبلا همه دفتش بود، بستگی به پروگرام داشت. خب اسکالرشیپ ها 12,000 یورو مینیمم اینجا شروع میشد، اسکالرشیپ ها خیلی زیاد کردن، درس فاند زیاد کردن. بعدم بهتون توضیح میدم که الان اصلا اراسموس پلاس و اراسموس موندوس هم دیگه نیست. الان یعنی اراسموس موندوس و حالا حتی اراسموس پلاس، اراسموس پلاس تقریبا شبیه اراسموس موندوس، فقط یه مقدارش ساده تر سعی کردن بکنن. بورسا برای هم ماهاست، یعنی هم دانشجوی غیر اروپایی و هم دانشجوی اروپایی، تلاشش رو میکنه که بهترین ها رو بگیره، چون واقعیتش هم اینه که سخت‌تر پروسش، خیلی پروسه قاعده مندی داره تا اینکه شما رو انتخاب کرده. به قول من by the way congratulations همتون که قبول شدین به کامیونیتی ما ها اومدین. واقعا معمولا خیلی fierce competition، چون مثلا میگم به صورت مثال میگم امسال نزدیک 500 تا اپلیکنت از ایران داشتیم و فقط هولوش 30 خورده ای از ایران گرفته شده. خب ایران هم البته جزء واقعا کشورهایی که زیاد اپلیکیشن میاد برای رشته های اراسموس، خب میبینین که واقعا خیلی فیرشه. ولی از اون طرف هم خب چیزهای بیشتری میده، به دلیل که تحصیلات بیشتری میده از نورمال استیودنت. اصلا اولیش همین که شما یه جون که دبل دیگری میگیرین که کردیتش بالاتره، یه کوچولو اینا بعدن توضیح میدم، به دلیل که کلا تحصیلات بهتر میده سعی میکنه که خب بهترین ها رو بگیره طبیعتا. و خب از یه طرف هم دوست داره که دانشگاه های ورلد وایلد با هم دیگه، مثلا اروپا خیلی با هم دیگه باعث میشه که کالابوریت میکنن، چون دانشجوها بینشون پخش میشن. ما بیشتر از 150 تا مستر کورس داشتیم و بیشتر از 30 تا پی اچ دی، همچنان تقریبا همین آماره. اولین چیز کوالیتی موبیلیتی پارت اصلیه، اینکه شما جا به جاشین توی رشته اراسموس پارت خیلی 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 زیاد اصلیه. تمام رشته هاست باید جا به جاشین، نه تقریبا چیز نه. حالا چقدر جا به جاشین، چه جوری جا به جاشین، یه ذره میتونه متفاوت باشه. و هولوش 10,000 تا دانشجو داشتیم و 2,000 تا اکادمیک به معنای پوستاک یا ریسرچر یه ذره سینیور، از بیشتر از 40 تا دانشگاه. البته اینا آمارای واقعا تا سالهای پیشه که اراسموس پلاس شروع شد، آمارای اراسموس پلاس هم بهتون میدم در حالت کلی، احتمالاً تا الان میدونیم ولی یه کوزیت کلی میدم. هر کورسی دیولوپ میشه و دلیور میشه برای کنسورسیوم دانشگاه، یعنی شما هر کورسی که هستین یه کنسورسیومی از دانشگاه، مثل مال من که گفتم، مال من سوئد بود و ایتالیا و اسپانیا، کنسورسیومی وجود داره از دانشگاه ها. هر کورسی حداقل توی سه تا دانشگاه اروپایی و کوردینیت میشه با یه دانشگاه اروپایی، ولی دانشگاه غیر اروپایی هم میتونن پارتنر باشن. اوکی، یه دونه پی اچ دی داریم. خب از یه قسمتی از پاورپوینت ها نگه میدارم، چون یه دونه پی اچ دی داریم توی مونیخ و بارسلونا. همه تون میتونین ببینین فکر کنم چیزو چت رومو، در چه همه تون جواب رو میبینین. ولی شماها به عنوان کاندیداها شما استادی یا ریسرچ میکنین، چه پی اچ دی بشین چه مستر استادی میکنیم، ریسرچ پی اچ دی منظورمونه. تو هر کدوم از اینا توی حداقل دو تا کشور باید بری. کنسورسیوم میتونه واقعا بالای 3-4-5 تا دانشگاه باشه، ولی هر کندیده مینیموم باید به دو تا کشور بره. خب طبیعتا مدرکش فولی ریکگنایزد با توسط مینیستری آف ادویکیشن. این تمام کورس ها به انگلیسیه، ولی خب لوکال لنگویج معمولا تو همه کورس ها درس داده میشه، و اینکه یکی از اهداف اراسموس اینه که خب یه مقداری آدم ها رو به هم نزدیکتر کنه. خب این باعث میشه از لوکال لنگویج تو همه کورس ها معمولا، چه فری چه منداتوری چه غیر منداتوری، شما لوکال لنگویج رو داری. خب تا حالا خودتون هم حتما تافل آیلتس هر چیزی که دادین، و خب انگلیسیتون مطمئنن اینقدر خوب بوده که قبول شدین. در اصل اراسموس موندوس یه کوپریشن، یه موبیلیتی پروگرامه در حد هایر ایژوکیشن، یعنی الان از مستر به بالا. برای اینکه خب اتحاد اروپا یه دونه برای اینکه میخواد یه مرکز رو ایجاد کنه برای سنتر لرنینگ و ایژوکیشن، هدفهایی که خیلی زیاد داره اینه که بتونه خیلی تاپ کوالیتی مستر کورس ارائه بده، چون که از کامپیتنسی و از قابلیت های چندین تا دانشگاه استفاده میکنه.
گلیت است. خیلی خوب. فقط یه چیز دیگه که میخواستم بگم، ببخشید من بعضی موقع کلمات انگلیسی میگم. من چون این وبینارها رو نه دقیقا این، ولی خب باز هم وبینار داشتم، خیلی موقع به انگلیسی داشتم، یه کوچولو سخت همون لحظه حضور ذهن کلمش رو ترجمه کنم، بازم معذرت میخوام. هدف بعدی اینه که خب طبیعتا ویزیبیلیتی هایر ایژوکیشن واسه خودش بره بالا توی قسمت های دیگه غیر اروپایی. یعنی شما الان تحت اراسموس خیلی از کشورهای دیگه ویزیبیلیتی اروپا در زمین ایژوکیشن واسه شون رفته بالا، طبیعتا این هدف رو داره، ولی این اصلا به این منظور نیست شما هیچ کدومتون هیچ گونه تعهدی دارین به اینکه بعد از درستون بمونین تو اروپا. چه این تعهدی وجود نداره. شما بعد از درستون هر کاری که دلتون بخواد میتونین بکنین، میتونین برگردین کشورتون، میتونین برین هر کشوری که تو دنیا دلتون میخواد. هیچ گونه تعهدی وجود نداره، حتی تعهد اینترنشیپ هم وجود نداره، مگر تعهدای در حین درستون. مثلا شما پروژه دارین، مستر تز داره، شما این تعهدات رو بزنید، یا مثلا باید بریم موبیلیتی، ولی تا زمان تحصیلتون، اگه مسترین 2 سال، اگه پی اچ دی این تقریبا 4 سال، حالا بستگی داره، تقریبا 4 سال این توی اون 4 سال باید طبق قانون پروگرام خودتون عمل کنید. بعد از اون اتمام تحصیلتون هیچ گونه تعهدی وجود نداره. من یه کوچولو سعی میکنم بعضی از سوالاتی هم که تا حالا شده وسط پرزنتیشن هم بهتون بگم، واسه اینکه یه ذره شاخه به شاخه میرم، ببخشید. تقریبا همه یه دیسیپلینا وجود داره توی اراسموس، از کشاورزی، هلت ساینس، سوشال ساینس، هیومانیتی، آرت، انجینیرینگ، تقریبا همه رو سعی میکنه پوشش بده. این یه آماریه که البته مثلا 2011 است، ولی خب میتونیم ببینیم که فارغ التحصیلا اراسموس هر کدوم از کدوم شاخه بیشتر بودن. خب انجینیرینگ 20% بوده، ولی 23% که از همه بیشتر بوده ساینس بوده تقریبا. بعد هم بیشتر از همه سوشال ساینس، بیزینس لا و هیومانیتی اند آرت، ولی بقیه رشته هم همیشه اینتیک داره. هلس اند ویلفر کمتر از بقیه داره، فکر میکنم یه مقدار سخته از خارج کشور الاین کردن بچلور، شاید به این خاطر. اتفاقی که افتاد 2004 اراسموس موندوس شروع شد، تقریبا تا 2008 ما تا 2008 یه پلن بود که اکشن 1 و 2 و 3 و 4 میتونیم ببینیم، مستر کورس بود، اسکالرشیپ بود، پارتنرشیپ بود. بعد 2009 تا 2013 یه مقدار اینا رو عوض کرد که پروگرام پلاس، اسکالرشیپ، پارتنرشیپ، اترکتیونیس. اینا خیلی مهم نیست، مهمه فقط واسه این براتون توضیح میدم که اگر برین یه مقداری دوست داشته باشین وارد اسوسییشن شین، یا اینکه برین توی وبسایت های اتحاد اروپا هر چی بخواید بدونین راجع به اراسموس، و به عنوان یه دانشجوی اراسموس برای من خیلی مهمه که بدونین، چون خیلی هنوز نمیدونن و تقریبا شما خودتون هستین که چقدر خوب خودتون رو پرزنت میکنین. سلام، خوش اومدین. ما وسط پرزنتیشنیم، ولی خیلی چیز مهمی تا حالا چیز نشده. بازم اگه خواستین بعدا میتونین پرزنتیشن در نهایت همتون دارین، میتونین اگر سوال خاصی داشتین بپرسین. اینا رو فقط این توضیح میدم که یه ذره کلیتشو بدونین. یه کوچولو بخوام بهتون آمار بدم، از 2008 تا 2004 تا 2008 230 میلیون یورو هزینه شد به اضافه یه هزینه دیگه برای اینترنت، و 80 تا مستر کورس داشتیم، نزدیک 8000 تا بورس دادن، 19 تا پارتنرشیپ دانشگاه ها بود و 23 تا پروژه خاص بود. ولی بعد از 2019-2013 یه دونه پیک داشتن توی اینوستمنت، یعنی فاند بردن بالا، شد 940 میلیون یورو، تقریبا بیشتر از 3 برابر شد. 38 تا مستر کورس از اینجا بود که یه سری جوین دکترا وارد شد، چه از سال 2013 اصلا تقریبا 2012-2011 هم شروع شد، ولی منظورم که از 2013 دیگه واقعا همشون استبلیش شده بودن. 6000 تا بورسیه داشتیم و 53 تا کشور با هم دیگه، 53 تا پارتنرشی به دانشگاه با هم دیگه کلابوریت میکردن. این بر اساس سالا میتونیم ببینیم تعداد بورسیه ها، همینطور میبینیم همش در حال زیاد شدن بوده، هیچ سالی بود تعداد بورسیه کم نشده، همیشه سعی کرده بورس رو زیاد کنه، به خاطر اینکه بورس نه تک فردا، تعداد بورسی که میدن رو زیاد بکنه، به خاطر اینکه خب واقعا موفقیت آمیز بوده، بچه هم که همه اومدن خدا رو شکر همه چی خوب بوده. چکرم بازم توضیح دادی، من ممکنه یه ذره بیشتر جو اسپانیا توضیح بدم. این کشورهای خیلی مختلفی هستن که اومدن، واقعا خیلی جالب. این 2004 تا 2012 است، مثلا الان شما ایران رو توشون نمیتونین ببینین، ولی خب ایران
الان یکی از بالاترین تعداد اپلیکن داره، چون یعنی ما 2004 تا 2012 است، فقط تقریبا مال سری قبل اراسموس بود و خب اینا اینقدر زیاد نبودن اون موقع. حالا چی شد که شدیم اراسموس پلاس و الان شما ها اراسموس پلاسید؟ هیچ چیز خاصی از اراسموس موندوس خیلی عوض نشده در زمینه بورسی و اینا، اما فاند زیاد شده، فاند باز نه تک نفری، تعداد بورس بودجت کلا رفته بالا، نزدیک 40% زیاد شده، همه سکتورها رو سعی کردن پوشش بدن، یه مقداری هم باز یه جاهای دیگه هم فاند اضافه کردن. من در کل تلاش کردم اسمش پلاس موضوع رو ساده کنن، چون خیلی داشت موضوع پیچیده و گنده میشد، سعی کردن خیلی سادهش کنن در حالتی که خیلی کالهای کمتری باشه، یعنی سعی کنن پروژه ها رو با هم دیگه اونا که هدفشون اینه که مرج کنن که کالا کمتر باشه، یه ذره فاینانشال منیجمنت ساده‌تر باشه. ببخشید، بعد این سال 2014 اراسموس پلاس شروع شد تا 2020 حالا فعلا وجود داره. 2020 اگر بخوان میتونن یه چیز جدید بدن، میتونن ادامه بدن. الان اراسموس پلاس میبینین که بیشترین اجازه بدین اسلاید آخر سوال جواب میذاریم، همه تون سوالاتون رو بپرسین اون موقع جواب میدم، چون الان وسط پرزنتیشنه نمیتونم سوالاتون جواب بدم، ولی چشم حتما آخرش دوباره یادآوری کنین جوابتون بدم. الان همونطور که میبینین اراسموس پلاس فاندش خیلی زیادتر شده، الان 14.7 بیلیون در 7 سال اراسموس پلاس قصد داره که فاند بده، بیشتر از 4 میلیون در کل کاندیدا وجود داره که در هر حالتی بنفیت میگیره از این فاند، و بیشتر از 125,000 تا ارگانیزیشن و اینستیتوشن رو ساپورت میکنه. 7 پروگرام رو با یه پروگرام جایگزین کرد. این باعث شد که خیلی ساده تر بتونه آدم ها اپلای کنه، خیلی ساده تر همیچون مشخص. به صورت کلی میخوام بگم اینه که اراسموس اون کرن پروگرام بله قبلی بود، الان اراسموس پلاس فقط 3 چیز شده، 3 اکشن شده کلن دیگه از این حالت خیلی ممکنه هنوز تو وبسایت ها برین این لایف لانگ لرنینگ پروگرام نمیدونم گراند فلان اینا رو ببینید، اینا برای سیستم قدیمه، الان فقط 3 است. اکشن 1 مال لرنینگ موبیلیتی اندیویدواله که شماها همه براش اپلای کردین در اصل، اکشن 2 کوپریشن بین اینویشن اکسچنج گود پرکتیس بیشتر بین دانشگاه هاست، و مال 3 ساپورت پالیسی هاست. خیلی بنفیت میتونم واقعا ازش بهتون بگم، ولی خب بنفیت به این معنی که خیلی آپشن وجود داره توی اراسموس، خیلی فاند های مختلف، کال های مختلف. حالا شما با عنوان من دانشجو مستر شاید الان چیز نباشین، ولی بعدا حتی پی اچ دی هستین اگه بخواین دنبال مثلا چه میدونم شما در قسمت ریسرچتون ممکنه فاند ریزینگ انجام بدین بعد از پی اچ دی، خیلی میتونه مهم باشه، چون اکثر پروژه های اروپایی فاندش داره از همین سیستم اراسموس پلاس و حالا هاریزن 2020، ولی کلا از ایونیا. اینا مهمه که فقط یه شماتیک تو ذهنتون باشه برای آیندهتون حقیقت شو بخواید. ولی خب بنفیت های خیلی زیاد داره، میتونید توی 2-4 سال که هستین بیشتر راجبش بدونین، اسوسییشن وارد چین خیلی بیشتر میدونین. یه مقدار راجع به اسوسییشن براتون توضیح بدم. انجمن ما سال 2006 در از فاند شد توسط جنرال دایرکتوری فرهنگ و ایژوکیشن یوروپیان کامیشن، یعنی یوروپیان کامیشن خودش این انجمن رو ایجاد کرد، ولی اعضاش والونتیرن، یعنی شما ها میتونین والونتیر بشین، فقط تنها ویژگیش اینه که شما باید دانشجو یا فارغ التحصیل اراسموس باشین، اراسموس موندوس، اراسموس پلاس خیلی فرق نمی کنه. الان ما بیشتر از 9500 تا عضو داریم و توسط یه سرویس پرووایدر، اگه دقت کنید همین آی سی یونت الان سرویس پرووایدری که من دارم از طریقش باهاتون صحبت میکنم توسط این ادمنستر میشه، یعنی این رو اتحاد اروپا در خدمت ما قرار داده باشه، اینکه ما بتونیم کاری که میخوایم رو انجام بدیم. هدف کلیش اینه که خب مثلا الان که میتونم، من الان اومدم که سعی کنم اگه میتونم کمک کنم دانشجو فارغ التحصیل یا پتانسیال کاندیدیت، اون زمانی هم که شما اپلای نمیکنید، مثلا من یه سمینار گذاشتم برای ایران چجوری اپلای کنین، سعی کنه یه مقداری خواسته های همه اینا رو در نظر بگیره، ولی بیشتر هدفش ایناست. ما خیلی سعی میکنیم که یه نتورک فردی و در این حال خیلی حرفه‌ای داشته باشیم،
خیلی سعی میکنیم که وقتی فارغ التحصیل بشن، یه سری پروژه ها وجود داره که وقتی فارغ التحصیل میشین میتونین برای حتی شغل های آینده تون هم یه سری انجام بدین. توسط انجامن در اصل یه راه ارتباطیه بین EU و بین کندیداها، پتانسیال کندیدیت، کندیدیت فارغ التحصیل. انجامن یه نقش بریج رو ایفا میکنه و خب ما یه سری ریکامندیشن میگیم به پتانسیال استودنت و یا استودنت هایی که تازه میان. استراکچرش اینه که یه دونه استرینگ کمیتی داره، یه دونه پرزیدنت و وایس پرزیدنت داره که بالاتره، بعد یه سری کوردینیتور داره، توسط این کوردینیتور ها چپترهای مختلف، توسط کامیونیکیشن، کامیونیتی دیولپمنت، پروفشنال دیولپمنت و اینترنال افر، اینا سرویس تیم هایی هستن که سعی میکنن کارو برای زیر شاخه ترا، یعنی کار فعالیتی فراهم کنن. کار فعالیتی مثلا همین چپتری که من توشم الان، من این کاری که دارم انجام میدم یه فعالیته، کار مختلف پارسال سمینار که دادم یه فعالیت دیگه، فقط هم سمینار و وبینار نیست، خیلی کار دیگه هم میکنیم. پتانسیال کندیدیت رو میاریم، سعی میکنیم در این حال ما کوالیتی کورس ادوایزری داریم، اگر که شما در طول درستون به مشکلی بخورید، من الان بعضی از بچه‌ها تو ویزا به مشکل خوردن، سعی میکنیم تا جایی که واقعا میشه همه جوره کمک کنیم. و این سرویس تیم ها سعی میکنن برای ما یه سری چیزها رو تسهیل کنن برای این آپریشنال گروپ ها در از. و یه جنرال اسمبلی هست که تو سال همه دور هم جمع میشیم در از ابجکتیو سال آینده، فعالیت های سال آینده رو تعیین میکنیم. معمولا چیزی که خیلی وجود داره، یکی از فعال یعنی عملی ترین آپریشنال ترین چیزها توی اما ریجنال چپتر هاست که اگه دقت کنین الان نورت امریکا داریم، لاتین، یوروپ، میدل ایست که ما هستیم، که همونطور که اولش براتون توضیح دادم مثلا من وایس پرزیدنت این چپترم، شما هم چون ایرانین به تب وارد میدل ایست میشین اگه بخواین فعالیت بیشتری بکنین، چون خب راحت تر، لنگویج بریر وجود نداره، یه مقدار کالچر آدم میشناسه، سو اند سو فورث. یه لینک براتون گذاشتم چون در نهایت میتونم اینو پرزنتیشن رو بهتون بدم، میتونین لینک ها رو نگاه کنین. اولش راجع به یورپین کامیشن میتونین یه ذره وبسایت رو بخونین راجع به اراسموس موندوس، بعد اکسترنال کوپریشن پروگرام ایجنسی وبسایت، کلا یه دونه استادی این یورپ، و وبسایت خودمون اما که اسوسییشن میتونین بیاین عضوشین، البته فکر کنم آره میتونین بیاین عضوشین، و الان اراسموس پلاس هم یه وبسایت داره که میتونین ببینین. یه سری اسوسییشن های دیگه هم وجود داره مثل استودنت اراسموس پلاس استودنت ان آلومنی اسوسییشن اسا که خیلی با اراسموس موندوس الان در حال جوینت کارهای جوینت خیلی انجام میدیم. ما ممبرای مشترک داریم، یعنی چند تا از ممبرامون انتخاب میکنیم تو اسا هم و بالعکس اسا هم اینوره، به خاطر اینکه خب اراسموس پلاس و اراسموس موندوس انقدر متفاوت نیست، صرف هم به خاطر اینکه اراسموس موندوس از اون سال تشکیل شده بود یه مقدار علاوه بوروکراتیک سخته، نمیشه اسم انجمنها رو خیلی ساده عوض کرد. اراسموس پلاس هست ولی تقریبا خیلی جوینت کلابوریشن داره. چهار تا دیگه هم براتون گذاشتم، اما اون زیره که میبینینش، اوشن مال بیشتر بچه های ماری کوریه، بازم میبینین همه اینا رو میتونین بعدن ورچی. این یه دونه چیز وجود داره که اینترنشنال اکسچنج اراسموس استودنت نتورک، یه قدیمی ما اون زمان که اکسچنج بودن ولی خب همچنان هستن ISN. خب یه کوچولو راجع به بورس و یه ذره چیزای شاید بنفیشال براتون الان صحبت کنم. ما مسترا معمولا تا 24,000 یورو تو سال بورس میگیرن، پی اچ دی 60,000 تا 130,000 یورو برای 3 سال، ولی شما میدونم که پی اچ دی هاتون معمولا 4 ساله. سیستم اینجوریه توی پی اچ دی که شما خیلی از موقع ها، حداقل تو کورس من اینجوری بود و تو بعضی از کورس های جوینت پی اچ دی هست تو خیلی هاشون، شما 3 سال اول رو حقوقتون رو از ایو میگیرید، سال آخر رو از دانشگاه درس از ریسرچ گروپ خودتون میگیرید به عنوان پی اچ دی. این موضوع به حال شما اصلا تاثیر نمیکنه، شما همون حقوق بعد از تکسی که بهتون قول داده شده رو تقریبا میگیرید، تقریبا مورال 100 تا 200 تا بالا پایین، ولی همون مقدار میگیرید. شما کاری ندارین به اینکه بودجه وجود داره نداره، نمیدونم، نه شما درگیرش نمیشین، این فقط یه قراردادیه که بسته شده بین ایو و دانشگاه که پی اچ دی رو 3 سال میده معمولا، و اون 60,000 تا 130,000 تا برای 3 سال میده. سال آخر ممکنه کمتر بگیریم، ولی بعد از ممکنه مثلا میگم تو کیس من قرارداد متفاوتی بهم دادن، تکس کمتری میدادن، و خب از اون طرف هم حقوق
آخرم یکی بود ولی تکس کمتر میدادم. ولی خب مثلا از این تکسی که کمتر میدادم مثلا ممکن پنشن رو بردن، یعنی اون سال آخر مثلا ممکن حقوق بیکاری شاملتون نشه. اگر چون اگر شما به عنوان PhD شما کاری محسوب میشین، آتون کاریه معمولا و اصلا کلا ویزا کار بعضی مسترها ممکنه باشن، فکر نمی کنم در الان تو کیس شما باشه، اگه هست تو بهم بگین که بهتون توضیح بدم ویزای کاری رو، چون اکثرتون مسترین فکر نمی کنم. ولی پی اچ دی معمولا ویزای کاری شما میگیرین، اصلا به عنوان ایمپلوی دانشگاه محسوب میشین و ویزای کاری تکس خودش هم داره، تکس کاری میدین، تکس بالایی میدین. یه کوچولو در دو کیس چه مستر چه پی اچ دی شما بالاتر از بورس نرمال پی آدما میگیرین، نرمال دانشجو میگیرین. هر اسکالرشیپی که شما میگیرین طبیعتاً تویشن فی شما رو ویو کرده، یعنی شما کاری به این موضوع ندارین، خود ایو هزینه تحصیل یعنی اون تویشن فی که باید سالیانه بدین رو میده. شما هم خیلی درگیرش نمیشه، حالا بعضی ما ممکنه یه نامه بخواین امضا کنین ولی در کل مشکلی نداره. بیمه شاملش میشه، شما نباید بابت بیمه پول بدین، بیمه شامل بورستون میشه. ولی باید از اون کشوری که میرین لوکال دانشگاه بپرسین چه جوری باید بیمه‌تون، چون هر دانشگاهی میتونه نوعی که بیمه رو چیز میکنه، البته نه دانشگاه بیشتر هر شهری. یه مقدار بهتون برای هزینه سفر اینستالیشن ویزا بهتون پول میده، شما وقتی برین احتمالاً یا سالیانه بهتون میدن یا دو سال میدن. بعضی پروگرام ها اینطوریه که میگه رسید بیارین بعد بهتون میدن، در نتیجه رسیدای بلیتتون، رسیدای مثلا هزینه هایی که دارین رو نگه دارین. این کیس پروگرامتون اینجوری بهتون ریمبرس میکرد که بعد با رسید میده. بعضی دیگه اکثریتش اینجوریه که یه مقدار پول بهتون میدن به خاطر اینکه شما با ترافل کوین ویزا کوین. معمولا ویزای اولیه و الانو بهتون نمیدن، این خیلی از موقعات بیشتر واسه موبیلیتی این محسوب میشه، چون این وقتی که شما میخواین موبیلیتی داشته باشین یعنی از یک کشور برین اون کشور دوم، یعنی خب یه سری هزینه داره. واسه همین سالیانه مثلا میگم تو کیس ما سالیانه اگه درست یادم باشه 1500 یورو میداد. خب این فقط مال خارجی هست، نان ایو. اگه بین شماها بچه‌ها کسی هست که ایرانیه ولی از قاعده اروپایی داره استفاده میکنه، چون بیشتر از یک سال قبل از پیشتیش مستر یا قبل از مسترش لیسانس یا هر چیزی بوده، یعنی اگه شما یه سال اینجا زندگی کرده باشین به دلیل که کدیکه یوروپ داری شما اروپایی محسوب میشین و دیگه این ممکنه این کانتریبیوشن تو ترافل رو نگیرین. خب مطمئنه یه سالاری ماهیانه هم میگیره. بازم هم بهتون کلن صداقت شد الان خوب شد صدا میاد، صدا هست میاد گاهی قطع میشه. خب من فکر کنم یه کوچولو به آروم تر صحبت کنم، ببخشید. اوکی اکثرا به نظر میشه صدا میاد. خب داکیومنت هایی که شما دارین چی هست؟ الان شما یه دونه اسکالرشیپ کانفرمیشن لتر دارین فکر کنم، یه دونه مدیکال اینشورنس دارین، یا اینکه اگه ندارین یه دونه بهتون گایدلاین داده دانشگاه در جهت اینکه ما بهتون اینشورنس میدیم، و یه سری داکیومنت که برای سر ویزا میخواین، اون یه مقدار بستگی به دانشگاه داره. اگه چیزای دیگه دارین باز میتونیم سوالم پرسش با هم دیگه حرف بزنیم راجبش. حالا شما الان که قبول شدین چه چیزایی میخواین؟ اولیش اینه که ویزا اپلیکیشناتون رو فکر میکنم اکثرا آماده کردین، آماده باشه. ولی خب اگر که با سوال دارین به من بگین. توجه کنین که اونایی که کارین معمولا پرسشون با دانشجو فرق میکنه، و اگر کاری توی فرم قراردادتون نوشته مطمئن باشین که ویزای دانشجویی نگیرین. بعضی موقع کم پیش اومده که سفارت ها هم خیلی دقیق مثل که نمیدونن، حتما با منشی پروگرامتون در ارتباط باشین. بستگی داره شما دارین از کدوم کشور اقدام میکنین، برای کدوم کشور و ویزاتون چه تایپیه. اجازه بدین سوالا رو ته جواب بدین، سعی کنین سوالاتونو کامل بنویسین، چون اینجوری خیلی طولانیه این چیزی که شما نمیشه چقدر پروسه ویزا برای ما طول میکشه، این خیلی طولانیه. به این ته توضیح زره با توضیح برام بیشتر بدین، همه رو سعی میکنم جواب بدم. من سعی میکنم خیلی تون حرف بزنم واسه اینکه بیشتر سوالاتتون رو جواب بدم، چون من فکر میکنم سوالاتون بیشتر به دردتون میخوره. مطمئن باشین که همه اون چیزایی که نوشته شده توی قرارداد دارین.
رایت خودتون رو به قول معروف بدونین، یه مقدار قراردادتون رو میدونم طولانیه، یه ذره بورینگه، ولی سعی کنین بخونینش. از توییترتون، منشیتون، ساپورتر پروگرامتون بپرسین، هیچ اشکالی نداره. اونها بسیار مشتاقن که جواب سوالای شما بدن، باید بدن، به خاطر اینکه خیلی موقع پیش میاد که یه چیزی که خیلی کمک میکنه اینه که توی فیسبوک معمولا هر پروگرامی یه پیج واسه خودش داره، بعد تمام بچه‌ها از سالهای اول تا سالهای آخر توی اون پیج هستن. سعی کنین سرچ کنین ببینین هیچ پیجی نداره پروگرامتون، سعی کنین با بچه‌هایی که پروگرام خودتون بودن در ارتباط باشین، مطمئنا ایرانی تو پروگراماتون بوده تا حالا، ازشون سوال بپرسین. اونا بهترین آدم ها هستن چون دقیقاً پروگرام شما هستن، هر پروگرامی یه پکولاریتی های خاص خودش رو داره. و خب دیگه برین، خدا رو شکر که دارین. و حالا ویزا رو براتون یه مقداری توضیح دادم. در کل وقتی میان اینجا یه دونه این ویزاییه که میگیرین، درسته؟ شما تایپ ویزایی که میگیرین معمولا یه کاری و اینا فرق میکنه. مولتیپل میگیرین، همتون باید تقریبا بگیرین. شروع تاریخی که میزنه رو مواظب باشین و لیمیتیشن معمولا به شما یک ساله میدن، یعنی دیوریشنی که بهتون میدن یک ساله میدن. و وقتی که میایین شما اینجا ویزای یک ساله دارین، وارد اروپا میشه، به سرعت باید برین. اولین کاری که باید بکنین اینه که یه کد بگیرین. کد مال هر کشوری اسمش فرق داره، مثلا مال چه میدونم ایتالیا مثلا کدیچه پرسونال، کدیچه فیسکال است، نمیدونم، یه کده، همشون انگار نوشته پرسن کد، ترجمه اینجوری میشه که یک شماره به شما میدن بین حرف و عدد و همه چی، و این شماره از اول تا آخر دیگه برای شماست. اگه بخوام به ایران ترجمه کنم میشه دقیقا شماره ملی تو، شماره کارت ملی تو. مهمترین چیز اینجا همه چی توسط اون انجام میشه، بعد اونو سری بگه. وقتی اونو گرفتین اقدام میکنین برای رزیدنت پرمیت. رزیدنت پرمیت چیه؟ به شما دیگه از سالهای بعد ویزا نمیدن، شما هی ویزا رو تمدید نمیکنین تو اروپا. تو اروپا بار اول با ویزا وارد میشین، ولی دیگه سال به سال بر رزیدنت پرمیتتون چیز کنین. رزیدنت پرمیت یه کارت اقامت برای همه صدا قطع شده بچه ها، یا همچنان بعضی صدای من میشنون، اگه میشه یه جواب بدین من بدونم مشکل از آن صدا میاد. ببخشید آقای جواد، انقدر سریع جواب دادین را. آقای جواد من فکر کنم فقط مشکل شما صدا به نظر میرسه، برای بقیه میاد. رزیدنت پرمیت یه کارته که به شما میدن، نه مهره تو پاسپورت، نه هیچون. کارتو حتما باید نگه دارین، بسیار خدا رو شکر که درست شد. بسیار مهمه که کارت دستتون باشه همیشه، جای خیلی سیفی نگهش دارین، سخته معمولا خیلی مسئل مسناش به قول معروف. این کارتو باید اقدام کنین دیگه از سال یک به بعد. شما فقط اون کارته که تمدید میکنه، پروسش تو هر کشوری فرق میکنه. دانشگاهی که اول میرین بهتون اطلاع میده چجوری این پروسه رو انجام بدین، و کار سختی نیست. باید به این معمولا انگوش نگاری میکنین، چندین تا پروسه داره، ممکنه اصلا تا 6 ماه طول بکشه تا کارتتون بیاد، هیچ مشکلی نیست. شما وقتی سال اول ویزا دارین میتونین با ویزاتون اصلا سفرم بکنین، ولی از سالهای بعدیش اگه ویزاتون منقضی شد و همچنان کارتتون نیومده بود، به طبق قانون نمیتونین شما سفر کنین، به خاطر اینکه شما هنوز رزیدنت پرمیتون کشور ندارین. تو شرایط خاص اگه نیاز باشه به این کنفرانس، اگه خیلی چیزای خاص نیاز باشه، کارتی رو که دارین میرین یه دونه حالت تمپروریش رو میگیرین. معمولا تو کشور، بعضی از کشور کم طول میکشه، درنش این مشکل خیلی نمیخوره. این بعضی موقع مال سالای دیگه تونه، وقتی وارد چین اصلا خودتون انقدر همه اینا رو یاد میگیرین از سال قبل. سال اول هیچ مشکل نه، چون ویزا دارین اصلا تا کارتتون هم نیاد میتونین سفر کنین، هیچ مشکل نده. اونایی که میخوان چه میدونم بعد دو ماه برگردن ایران یا کاری دارن هر چیزی، میتونین برگردین تا ویزاتون، اگه ویزاتون 9 ماه هست تا 9 ماه، اگه ویزاتون 6 ماه هست تا 6 ماه. معمولا در 90 درصد مواقع ویزا یک ساله میدن. دورم و اکامدیشن معمولا براتون تا حالا فرستاده باشن با چیز، اگر نفرستادن چیزی یعنی دانشگاهتون هیچ گونه خوابگاهی چیزی تحت چیزتون نداره، از بچه های قبلی حتما بپرسین. فیسبوک های شهرها رو چک کنین. مثلا میگم من الان توی میلان، ما انجمن دانشجویان میلان داریم، انجمن دانشجویان ایتالیا داریم، اینا پر از بچه هاییه که اتاقاشون رو میذارن. خیلی خوبه برای یک ماه اولی که میان
کلن جای بد نیست. میتونین از وبسایت دانشگاه اینترنشنال آفیس ببینید، دانشگاهی که دارین میرین دیگه شما دانشجو هستین، همش نیاز نیست که چیز کنید. اگر تو دانشگاه میبینین یه خوابگاهی میخواین اقدام کنین، مشکلی نداره، میتونین. حتی اگه هنوز شماره استیودنت اون دانشگاه ندارین، چون بعضی از شما مثل حتی گزینه من وقتی ما ادمیشن اومد ادمیشنای اراسموسمون اومد، ولی من هنوز این رول تو دانشگاه پلی‌تکنیک نبودم وقتی رفتم، 6 ماه بعد این رول شدم. ولی شما میتونین از دورمش استفاده کنین چون دانشجو هستین، شما با همون ادمیشن لتر میتونین استفاده کنین. بیاین ما هم استودنت اسوسییشن ها جذب شین، بچه ها هستن خیلی کمک میکنن. اگه وسیله هم خواستین، معمولا خیلی سکند هند استور هست، مثلا پیج فیسبوک خودمون که گفتم، حتی مثلا توی همه تقریبا همه شهرها اراسموس استودنت، مثلا لیوینگ این میلان، لیوینگ این جرمنی، لیوینگ این برلین، مثلا اینا داریم. برین دنبال یه ذره پیجای بچهای اراسموس بگین، اونا خیلی موقع چیزای سکند هند میفروشن چون دو سالشون که تموم میشه خیلی چیزاشون میفروشن، معمولا خوبه یه مقدار اولش سیو میکنن. ریکامندیشن که براتون واقعا کانترکتتون بخونین با اینکه بورینگه، چون خیلی از رایتاتون رو متوجه میشین، همه چی میذاره حقوقتون، همه چی متوجه میشین. این رجیستر وید مونیسیپالیتی، منظورم همون شماره کارت ملی بود که اینو بهتون میگن. سعی کنین واقعا خوابگاه رو تمیز برگردونین، این خیلی چیز کامن و خیلی چیز متفاوتی از ایران. اینجا خیلی جدی جریمتون میکنن، حتی اگر تابستون شما وقتی دارین ایران مثلا اتاقتون رو تمیز ول نکنین یا هر چیزی، اصلا خیلی ها اتاق رو میگیرن تو تابستون. ولی در کل میگم خیلی مهمه که اتاق رو تمیز نکنین چون خیلی جریمه خواهیم داد. توی آلمان به صورت خاص، شما خیلی بچه از آلمان داشتین، خیلی خیلی مراقب کلیداتون باشین. زمانی که کلید اتاق رو بهتون میدن بسیار مراقبش باشین. اونجا حتی بیمه هم میکنین کلیدتون، به خاطر اینکه اگر کلیدو گم کنین شما ریسپانسیبیلیتی این موضوع دارین که قفل رو عوض کنین. برای تمامی اهالی ساختمون یک کلید بسازین که فوق العاده گرونه، در حقیقت خیلی اصلا کلیداشون رو بیمه میکنن. بسیار مراقب کلیدای باشین که بهتون میدن، بسیار مراقب باشین تمیز باشه. خیلی از جاها میان معمولا سرزده اتاقتون رو چک میکنن، چیزای خیلی کثیف نما باشه، بعد خیلی زیاد جریمه میدی. اینا رو میدونم نوشته اون تو، ولی خیلی ها میگن فکر میکنن که خیلی جدی نمیگیرن، ولی ما متاسفانه خیلی مشکلات داشتیم با اکامدیشن. اگه الان وقت دارین یه ذره سعی کنین اون لوکال لنگویج ها رو یه ذره یاد بگیرین، به دردتون میخوره توی کشور، مخصوصا چون خیلی هاتون میبینم توی کشورهای جنوب اروپا هستین، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، آلمان. آلمان یه ذره کمتر، ولی فرانسه، ایتالیا، اسپانیا این کشوری هستن که خیلی تو روزمره نیاز داریم به زبونشون. یه کوچولو سعی کنین فقط چیزای اولیه، چجوری اوردر بدین، چجوری آدرس بزنین، یه کوچولو یاد بگیرین سلام علیک تا قبل از اینکه میای، خیلی زمان خوبیه. وقتی میایین مطمئن لوکال لنگویج، معمولا توی کشور اروپای شمال اروپا اسکاندیناوی خیلی مشکل نداره. معمولا بلژیک، مثلا سوئد، تا اونجایی که میدم اینا معمولا زبانهای چیز صحبت میکنن، انگلیسی خیلی خوب صحبت میکنن اکثر جا و خیلی کم تر نیاز داره. ولی خب سعی کنی یه ذره از لوکال لنگویج یاد بگیم وقتی میایم، چه دانشگاه چه مونیسیپالیتی، هم شهرداری هست ارائه میده معمولا یا مجانی واسه شما، یا اصلا دانشگاه واسه تون به صورت آبیگیتوری خیلی موقع میذاره در ضمن مسته. اینم از این، اونا برین یه مقدار زبان واقعا بهتره و یه مقدارم سفر میکنین مطمئنه. چیزی که به دردتون میخوره اینه که وقتی وارد میشین این دنبال این اینترنشنال استودنت آیدنتیتی بپرسین و بگیرین. این یه کارت دانشجویی بین المللیه و مخصوصا در مورد بچه های مستر که زیر 26 سال هستین، هر جایی برین باهاش میتونین تخفیف بگیرین. ما خیلی فلایت هایی داریم توی اروپا اگه خواستین بگیرین، خیلی فلایت هایی داریم که میگم لوکاست، رایانر، ایزی جت، اینا خیلی بهش میگن لوکاست. معمولا یه ذره فرودگاه های مثلا یک ساعت تا شهر فاصله داره، ولی بسیار ویل کانکتده، یعنی اگر میبینین مثلا یک ساعت یه شهر اونورتر کوچیکه اشکال نداره بگیرین، معمولا دمه در فرودگاه اتوبوس هست واسه اون شهر.
خیلی طبیعیه که همه دانشجو، خیلی از آدم ها اصلا، همه دانشجو هم، خیلی از آدم ها لوفر میگیرن دنبال، یعنی لوفر چک کنید. یه سایتی هست به نام اسکای اسکنر، یادم رفت اینجا بذارم، skyscanner.com، اسکنر دو تا این داره، این تمام بلیط ها رو برای شما چک میکنه، بهترین آفر رو بهتون میده. میگم اول نیر بای ایرپورت، فقط اون اگر ایرپورت لوکاست بقیه بودین هیچ اشکالی نداره. یه چیزی جایدن آبازم بنویسمش اینجا بذارین، از این کشور، از این شهر میخوام برین این شهر، نیر بای رو بهتون میده. دارن چه این رایانر، ایزی جت، اینه که لوکاسته. ما مثلا یه ساعت با شهر فاصله داره ولی خیلی راحت میتونیم برسیم، ما همه با رایانر نمیریم. اینجا اونا رو میزنه، فقط تیک بزنین که نیر بای ایرپورت هم میخوام برین، هیچ مشکلی نداره، خیلی راحته. یه چیزی جدید اینجا چه به نام فلکسی باس، همونجا نوشتم، واسه اتوبوس های خیلی خیلی ارزون قیمته. مثلا بعضی موقع پیش میاد شما بین دو تا شهری که 8 ساعت فاصله داره میتونید با 5 یورو برید، تازه حتی 1 یورو هم هست. فلکسی باس یه چیز جدیده، بسیار بیزینس مدل جالبی داره، اتوبوس و اتوبوسش خیلی خوبه. تصورتون اصلا کاملا اتوبوسش همه 4 تایی، معمولا اینترنت و برق داره، کلا فوق العاده اتوبوس های خوبه، خیلی ارزونه. یه سری هم سفرهای وجود داره برای مثلا تحت همین امام، مثلا جنرال اسمبلی، اگه فعالتر بشین سال بعد بخواین بیاین و اینا. یه دونه براتون گذاشتم فیسبوک پی ام تو ای ام تریپس، اینجا استودنت اسوسییشن تریپ هاست، میتونین بریم ببینین .com. آقای انصاری اجازه بدین یک لحظه، skyscanner.com. بعد در نهایت یه کوچولو خیلی کم اول این تیکر براتون توضیح بدم. ببینید اینو چون خیلی همش با هم دیگه قاطی میکنم، ما یه یوروزون داریم که آلمان و ایتالیا و هلند، یونان، بلژیک، اتریش، اسلوواکی، فنلاند، اسلوونی، استونی، لوکزامبورگ، مالتا، پولند، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، قبرس و ایرلند. خب این یوروزونه. شما شینگن که میگین، شینگن ایریا، میخوام بهتون بگم دقیقا کجاها شینگن ایریا دقیقا چه کشور میشه. بعد به غیر از این یوروزون یه یوروپین یونیون داریم که تا البته این یونایتد کینگدم مال قبله، الان دیگه از امسال نیست، ولی کرواسی هم از امسال البته اومده بالا، جزء البته شینگن محسوب میشه، کرواسی هم باید بدیم. و بولگاری، رومانی، اینا یوروپین یونینن ولی شینگن نیستن. دانمارک، سوئد، چک ریپابلیک، هنگری، لیتوانی و لاتویا، اینها هم جزء یوروپین یونینن. بعد ما یه دونه یوروپین اکونومیک ایریا داریم، EEA، که ایسلند و نروژ و لیختنشتاینه. لیختنشتاین مثلا شما میتونین برین ولی خب توی چیز محسوب نمیشه، چیز محسوب نمیشه، یوروپین یونین نیست، یوروزون هم نیست، ولی خب شینگن محسوب میشه. شینگن ایریا اینا هایی که نوشتم، شما با ویزای شینگنتون اینا میتونین بری. میگم الان کروشیا اومده توی شینگن، ببخشید من فکر کنم اینو آپدیت نکردم، یوکی کلا خارج شده دیگه، تو یوروپین یونین هم نیست. چیزی که خیلی خوب داره اینه که واقعا اینا البته ببینید این اسلایدیه که ما توی اما میگیم، این خیلی نظر شخصی من نیست، یه چیزیه که اسوسییشن تصمیم گرفتیم بگیم و واقعا از نظر من درسته. شما دموکراسی واقعا برابری دارین. من امروز داشتم با یکی از بچه‌ها راجع به دیسابیلیتی صحبت میکردم، ایکوالیتی تو هر زمینه ای دارین، ولی خب همه چی حرف اول قانون میزنه و احترام به هیومن رایت میزنه. و از جمله اگر شما ماینوریتی هستین، ماینوریتی از هر لحاظ، چه دینی چه دیسابیلیتی، هر گونه ماینوریتی، هیچ فرقی نداره اینجا، هیچ گونه پروسه متفاوتی نخواهین داشت. از آنگه از این که یعنی اون قسمتش که به ایران مربوط میشه اونجاست، ولی این قسمتش به اینجا هیچ فرق نداره و کلن قانون در مورد معمولا همه یکسانه. ولی خب چیزی که وجود داره اینه که خیلی خیلی زیاد سعی کنین
که احترام بذارین به حتی اونایی که به نظر شما غیر منطقی میگن، چون خیلی پیش میاد شما ممکنه برین یه ارگانیزیشنی برای کارت اقامتتون اون زبونتون رو بلد نباشه، حتی اداره اقامت میتونین برین یه جای چیز بدی بهتون بگن، شما سعی کنین خیلی ریسپکتفول باشین. اینو همیشه در نظر داشته باشین که تقریبا نماینده ایرانی هستین تک تکتون که میاد، واقعا تک تکتون فوتپرینت میذارین و شما رو با تک تک ایرانی ها میشناسن. ایران ها جدا از این، واقعیتش اینه که خب همه تون دارین یه بنفیت خیلی، همه مون داریم یه بنفیت گرفتیم و یا شما خواهید گرفت، بنفیت خیلی زیاد داریم میگیریم. اولیش ریسپکته، ولی دلیل اصلا نمیشه که با همه بخواین شما اگری کنین. اگر با این حرف رو که میزنم، اگر با سوپروایزرتون مشکل داره، اگر با کوردینیتورتون مشکل داره، از راه قانونیش و از راه بدون اینکه بی احترامی توش باشه شما میتونین فالو کنین، خودتون تو شرط سخت قرار ندین. یه مقداری بعضی موقع سخته تفاوت بین ریسپکت و اگری کردن، واقعا نیاز نیست اگری کنین، مخصوصا اگر تو کشور اسکاندیناوی دارین میرین درس بخونین، اصلا چنین چیز تحت عنوان اتوریتی وجود نداره، نیاز نیست هرچی استادتون میگه شما بگین باشه، ولی خب نیازه که همیشه ریسپکتفول باشین. هر کاری دلتون بخواد تقریبا میتونین انجام بدین، ولی خب اینم مبنی بر اینه که همه هر کاری دلشون میخواد میتونن انجام بدن. اگر بخواین هر گونه حرکتی انجام بدین برای عقایدتون، باید از شهر توی خیابون ها به صورت پابلیک، باید از شهرداری اجازه بگیرید. اینجا بدون اینکه شهرداری اجازه بده حق هیچ گونه فعالیت در از فرهنگی، سیاسی، هنری در پابلیک رو ندارید. کاملا میگم برابری وجود داره و ماینوریتی کاملا مثل دیگه است. اگه ماینوریتی خاصی دارین که سوال خاصی داشت، الان اگه دوستانش بپرسه بعدا میتونه بپرسه. در کل هیچ گونه تفاوتی وجود نداره. یه کوچولو خیلی کم، نزدیک 10 دقیقه و نیم ساعت میذاریم، برای کمتر از 10 دقیقه، خیلی کم راجع چی کار کنین برای اینکه بعد از درس خوندنتون پوزیشن های بهتری داشته باشین و بتونین همچنان تو این رقابت تاپ باشین و بهترین کارا رو بگیرین. یه کوچولو توضیح میدم، این البته فقط در حد نالج منه، کوالیفاید کلا نیستم برای اینکه بخوام خیلی کامل توضیح بدم. شما خیلی چیزا میتونین انجام بدین، میتونین برین تو نان پروفیت اورگانایزیشن کار کنین، میتونین برین تو اینداستری کار کنین، میتونین تو آکادمیک ریسرچ کار کنین، میتونیم خیلی بنفیت ها دارین که میتونین انجام بدین. شما شما توی یه دونه اینترنشنال مولتی دیسیپلینری مستر چه پی اچ دی شرکت کرده، بسیار نقطه ادوانتجی اینو بدونین و روش سعی کنین کار کنین و یه مقدار بهبودش بدین. یکی از کامپتیتیو ادوانتج های ما این دایورسیتی بک‌گراندمونه، اینکه هی از یه کشور میریم یه کشور، حالا شما الان مسترین یا الان پی اچ دی این، بعد از مدتی برین سر کار بعد از تحصیلتون و وقتی میرین اونجا، این نقطه‌ای که واقعا شما رو میتونه متمایز کنه از خیلی از آدما، اگه خب خیلی هم درست ازش استفاده کنین. یه ذره سعی کنین واقعا یه ذره بیشتر سفر کنین، هم واقعا فاندش کافیه، همین که سفر کلا باعث نتورکینگ میشه و این رو براتون ایجاد میکنه. یه کوچولو فقط بگم چه فرقی دارین با اراسموس دیگه، واسه اینکه یه مقدار خودتون هم قابلیت های خودتون رو بدونین وقتی میخواین خودتون رو پرزنت کنین، کم کم توی نتورکینگ هاتون، نه اصلا به این معنا که بخواین مغرور باشین، اصلا منظور من این نیست، منظور من اینه که آدم خوب قابلیت های خودش رو بدونه که یه مقداری بتونه زمانی هم که مثلا میخواد خودش رو معرفی کنه بدونه. همین الان شما بخواید به مادر بزرگتون بگین فرق مستر شما با مستر دیگه چیه، نیاز نیست که بگین اون بده، ولی خب واقعیتش اینه که ادمیشن شما کامپتیتیو تر بوده. میگم از 400 خورده ای نفر ایرانی که اپلای کردن 30 خورده ای مستر گرفتیم، 3 تا پی اچ دی امسال، تازه این داره زیاد میشه، 2012 که من اومده بودم کمترم بود. واقعا نتورک خیلی خوبی خواهید داشت بین آکادمی، کمپانیا و بچه ها. ما همین انجامن خیلی اپورتونیتیه واسه اینکه شما خیلی عده زیادی از آدم ها رو میبینید، حقوق بالاتری میگیرین، نتورک دانشگاه ها و بورسیتون واقعا بالاتر، همین که شما موبیلیتی دارین بین 2 تا 3 تا چیز فوق العاده بهتون کردنشالیتی میده، مدرک شما اون تحت عنوان دابل یا جوینت و این خیلی خوب معنیش اینه که
دبل یا جوینت همیشه کرد انشاءالله مطمئنن، چون مهره دو تا دانشگاه است. فقط پیشتی خیلی کم داریم، یه کوچولو برای اون کسی که پیشتی گرفته لینک رو گذاشتم، این کتاب How to get a PhD از نظر من فوق‌العاده کتاب خوبیه. پیشتی خیلی داستانش با مستر فرق میکنه خیلی زیاد، و من واقعا بهتون اون خانومی که یا در رفت ببخشی خانومی آقایی که پیشتی گرفته داریم بشه واقعا بخونه. این راجع ریلیشنشیپ با سوپروایزر میگه، چجوری get in touch بکنیم با اما. واقعا خیلی خیلی خوبه، داری با آمادگی وارد چی مثل از اشتباهاتی که بچه ها در پیشتی میکنن رو نکنیم. بعد از این شما میتونید آکادمیک جاب برین، آکادمیک جاب یا نان آکادمیک، چه تو اینداستری چه تو هر چیزی. آکادمیک جاب ها مطمئنن پوزیشن های خیلی کمتری وجود داره، معمولا پیشتی نیاز داریم. برای اینکه اگه میخواین آکادمیک بخونین خیلی طبیعیه که پیشتی بخونین، مثلا الان تقریبا درسته این، میتونین بعد مسترتون یکی دو سال ریسرچر باشین، خیلی اکسپریانس خوبیه ریسرچر هر جایی باشین، ولی در کل اگر میخواین آکادمیک جاب داشته باشین میتونین یکی دو سال ریسرچر باشین. اگه همچنان کار رو دوست داشتین، آکادمیک دوست داشتین، حتما باید تقریبا پیشتی بخونین. نان آکادمی خب مطمئنن پوزیشناش بیشتره، ولی اونم کانسترینت های خاص خودشو داره. یک کوچولو راجع به آکادمی توضیح میدم. آکادمیک فقط ریسرچ نیست، درس دادن تو لکچر و سمینار هم هست، امتحان صحیح کردن و توی مثلا ایتالیا هست امتحان شفاهی و اصلا خیلی کار سخت و خواهن طاقت فرساییه در این زمینه. همچنان البته من دوستش دارم ولی نمیخوام قور بزنم و کامپلین کنم، ولی anyway اصلا از آکادمیک فقط یا ریسرچ یا فقط تیچینگ تو ذهنتون نباشه. ریسرچ یا پابلیکیشن باید بنویسین، خیلی مهمه پابلیکیشن بلد باشین، ادامه بدین، اپلای کنین ریسرچ گرانت رو چجوری بگیرین. اگه میخواین اینا رو باید در خودتون یه ذره توی این سالهایی که دارین درس میخونین قابلیت‌ها رو یه ذره تو خودتون به قول معروف رشد بدین، به خاطر اینکه بتونین موفق باشین توی اون اپلیکیشن آکادمی. بعد دیتا آنالیز کنین، ریپورت نوشتن، دلیوربل نوشتن، پروژه های اروپایی چجوری اپلای کنین واسه پروژه، همه اینا وجود داره. سمینار رفتن، سفرهای خیلی زیاد و بسیار زیادی هم ادمنستریتیو ورک. یه آکادمی پوزیشن دات ایو نوشتم، اگه میخواین بعضی موقع به این نگاه کنین تایپ پوزیشن ها چجوریه تو رشتهتون، های آکادمی پوزیشن زیاد هست کم هست، خیلی کلی نمیشم اینا رو میتونید بعداً هم نگاه کنید، الان شاید خیلی چیز نباشه. برای شغلایی که غیر آکادمیکن واقعا اما گزینه‌های خوبی داره. ما پی اچ دی نتورک داشتیم، مثلا پروموشن ای ام جی دی اراسموس موندوس جوین دکتریت، اراسموس پلاس جوین دکتریت ماریکوری، ماریکوری یه بورس شبیه همین اراسموس، خیلی چیزا داره، پروموشن میکنه، اسمال تاک داره، شورت ویدیو داره، سوشال مدیا داره، میتونین وارد چین، خیلی از کمپانی ها انگیج، دیالوگ خوبی ایجاد میشه با این کمپانی ها، سعی کنین کار کنین باشون، حداقل یه ذره میتونین معاشرت کنین، تو لینکدین بشین ببینین کدوماشون بهتر کار انجام میدن، اگه دیدین جاب اپورتونتی دارن یه ذره جو اینترنشیپ بدن توضیح میدم که ببینین تارگتتون رو خیلی بهتر میتونین بشناسین. یعنی یه مپ خیلی خوبی میتونین از اروپا در بیارین و از شهر یا کشوری که دوست دارین، شما همزمان که دارین سفر میکنین میتونین اون شهر یا کشوری که میخواین توش این بیارت آدمایی که دوست دارن اروپا بمونن، یا اصلا اگه حتی جای دیگه سفر کردین وقتی شهر یا کشور بدونین شما نیاز دارین به اینکه بدونین اونجا چه پوزیشنای بیشتره، راههای رفتنش چیه. واقعا یه ذره تو این مدت وقت زیاد دارین، سعی کنین اینترویو، سی وی، موتیویشن لتر نوشتنتون رو ایمپروف کنین، بتونین خودتون رو مارکت به قول معروف مارکت کنین، رزومه، کاور لتر، اینا از این به بعد باز خیلی مهمتر از قبل میشه. اینترویو تو پی اچ دی خیلی نقش زیادی داره. یه گایدلاینز باز اینجا گذاشتم که میتونین اگه دوست داشتین نگاه کنین. سامر اینترنشیپ برای بچه های مستر، مثلا چون ما خیلی مستر داریم اینو یه ذره توضیح میدم، سامر اینترنشیپ خیلی راه خوبیه برای اینکه کمپانی های اطرافتون رو بشناسین، یه نتورک خوبی تشخیص بدین و برای خیلی از موقع بعدش میتونین اونجا کار کنه. لینکدینتون رو قوی کنین، لینکدین پروفایل خیلی خوبی بسازین و سعی کنین هر از دانشگاه خودتون شروع کنین، هر گست لکچری که میاد، هر لکچری که دارین، کمپانی دی یا جاب فیرا برین،
مهاجرت کنین تو لینکدین ادشون کنین، نیاز نیست همون موقع حتما وارد کار بشین، اینا فقط میتونه یه اینترنشیپ تابستونه بهتون بده. از دانشگاه خودتون شروع کنین همونطور که گفتم. بعد اگه یه اسپیکری واقعا یه تاپیکی داره میگه که شما خوشتون میاد، واقعا بریم باش حرف بزنین، هیچ مشکلی وجود نداره. خیلی از اینترنشیپ ها همینجوری اینفورمالی جات شد. اگر یه دونه کار دیدین یا یه دونه کمپانی پرزنتیشن یا یه دونه گست لکچر اومده بود که خیلی کارش براتون جذاب بود، خیلی اینترستینگ بود، خیلی چیز بنظر من مفیدیه که بعدش یه بزنین بگین که من اینترستدم. در حالت کلی نیاز نیست اصلا همون موقع باشه، نیاز دم اینترنشیپ این کار بکنین، کل مسترتون کل پی اچ دی تو فقط یه نتورکی میسازین که خیلی میتونه کمکتون بکنه. خیلی از موقع اونا تو دانشگاهتون هستن برای یه چیزی، در نتیجه اونا میخوان پروموت کنن یا یه دونه پوزیشن دارن، ممکنه حتی نگن، ولی خیلی موقع این موضوع اتفاق میفته. سعی کنین با اینا واقعا نتورکتون رو قوی کنین. الان راستش رو بخواین دوره دور زمونه این نتورک نه دیگه آی کیو و نمیدونم اینجور چیزا، هرچی نتورک قوی تر داشته باشین بهتر میشه. توی اینترویو خیلی مهمه که اگه یه اینترویو یا حتی این صحبت کوچیکی با هر آدمی دارین از همین اول که میرین بگین، وقتی کمپانی رو یه ذره قبلش مطالعه کنین، همینجوری نرین سر سمینار، خیلی کم 2 دقیقه گوگل کردنه، نگاه کنین ببینین کمپانی چیش واسه شما جذابه یا اینکه شما چجوری میتونین بهش کمک کنین. یه چیزی وجود داره، متدی وجود داره به نام situation task approach result. این 4 تا چیز رو در مورد هر اینترویو و نتورکی در نظر بگیرین. در نهایت ماجرا اکسپریانسه، هر یه دونه اینترویو، حالا نه حتما اینترویو کاری، ولی هر یه دونه اصلا اینترنشیپ، اصلا حرف زدن با آدم، هر یه دونهش که میبینیم واقعا یه چیزی یاد میگیری. این حرف من نیست بچه، این حرف واقعا نتورک اسوسییشن، کلن همه به این نتیجه در جنرال اسمبلی ها میرسیم که اینا خیلی نکات مهمیه. این شبیه اینها رو شما میتونین ببینین توی حتی پری دیپارچر اورینتیشن بقیه کشورها. در زمان اینترنشیپ یا کارتون خیلی سعی کنین کارتون رو انجام بدین، خیلی سعی کنین یاد بگیرین و خیلی سعی کنین نتورک بدین. من اجازه بدین فقط تهش بگم که این کانتکت اینفورمیشن نامه سارا بهنام جیمیل این سریع‌ترین ایمیله، ولی خواهش میکنم سوالای خیلی دیگه زیاد نپرسین، چون من کار میکنم، این کار در از سوم منه، همینطور که دادم کار اول من اینه که من ریسرچرم توی نشنال ریسرچ اینستیتوت ایتالیا، کار دومم اینه که درس میدم تو دانشگاه پلی‌تکنیک، کار سومم اینه که توی این چپتر وایس پرزیدنتم. در هر صورت ایمیلم اینه، اگه مشکلی داشتین ارجنت بود واقعا ضروری بود به ایمیل شخصیم بزنین، جیمیلم بزنین، اگر نه به اون یکی بزنین، من و دوستم جوابتون رو میدم. البته این وایس پرزیدنت فقط مال منه، ولی یه دونه رجنال چپتر داریم که همه هستیم، ولی وایس پرزیدنت فقط مال منه. حالا هر موقع وقت داشته شما حتما سعی میکنم جواب بدم، اون بیشتر طول میکشه. همه فقط من این چیز رو نکته که بگم، همه این اطلاعات که اینجا دادم فقط تقریبا برای خیلی اینترنال یوز، من ریسپانسیبل برای هیچ کدوم از این میس یوز از هیچ کدوم از این اینفورمیشن ها نیستم، نظرات شخصیمه. اگه بخواین اسلاید داره میتونم بهتون بدم. و حالا میتونیم نیم ساعت، من خیلی رایت آن تا ترکم، نیم ساعت سوال جواب بدیم. یک ثانیه اجازه بدین الان میخونم. خب ست سوال بفرمایی. آقای سارانی فکر میکنم، اگر اسمتون درست تلفظ کرده باشم لطفاً بنویسین سوالتون رو. شما ویدیو، شما اسپیکر ندارین، پروگرام من اینه، برای ترم دوم دانشگاه ریو برزیلم، توی گزینه‌هام هست اما نوشته بودن برای استودنت ها نیست، علتش چیه؟
علت این که برای نون یوروز احتمالا مشکل ویزاست. احتمالا خیلی از موقع ممکنه که اصلا شما، من دارم جواب خانم یزدانیانو میدم، شما ممکنه که اصلا برین و بعد از اون بشه، چون مثلا احتمال داره، چند تا گزینه داره، یا اینکه احتمالا مشکل ویزا سخته، احتمالا اون موبیلیتی که میره برزیل خیلی اجازه چیز نمیده، یعنی از لحاظ بوروکراتیک نمیتونه نامه ای صادر کنه که شما ویزا بگیری، و احتمالاً ایو برزیل بدون، احتمالاً دلیلش اینه. خیلی موقع اگر نگوشییت کنین و خیلی دوست داشته باشین ممکنه که بشه، خیلی بستگی داره که به جوری بره جلو، ولی فکر میکنم چون مستر هستین خیلی مهم نیست، ترمسته و ایناش خیلی فرق نمیکنه، چون مستر هستین معمولا خیلی نگوشیشن جواب نمیده، چون اونا ممکن کورس های خاص باشه. آقای علی پیامی، من اصلا سوالتون رو متوجه نمیشم، تریبوس 48,045,000 یعنی چی؟ آقای مسلم، آیا کسی که فاند مستر از اراسموس میگیره میتونه پیشتن؟ بله، هیچ مشکلی نداره، شما به عنوان مستر میتونین بعد از اینکه درستون تموم شد پیشتی اقدام کنین، هیچ مشکلی نداره. اتفاقا تنها فرقی که داره اینه که از یه مزیتی هم قائل میشیم، با این که شما اروپا زندگی کردین و در قانون بعد اروپایی محسوب شیم و اون اینستالیشن کاستی که اون مثلا سالیانه 1200 یورو 1000 یورو بهتون میدن دیگه خارجی محسوب نمیشی، اگر قبل از اون اینستالیشن کاست رو میدن، ولی هیچ مشکلی نیست، میتونین اپلای کنین. خانم پریسا یه 40 نوشتین، من متوجه نمیشم، شما اسامی رو بخونید به ترتیب سوال کنم. من ندارم صدارون آقای عباس، در نت شما باید بنویسین، من واقعا صدارون ندارم، چراشو نمیدونم. ببخشید الان صدام میاد، بله من قطع شدم، نمیدونم چرا منو انداختی. خب من داشتم بهتون توضیح، خب خدا رو شکر صدام میاد، من داشتم بهتون توضیح میدادم که یه لحظه اجازه بدید من یادم رفت کدوم رو داشتم، یه دو دقیقه میشه لطفا سوال ننویسین تا من بتونم برم بالا و سوال رو جواب بدم. اگر ریجکت بشین ریجکت شدین، مسئله ویزا خیلی کار نداره به وضع ما، خیلی کم پیش اومده کسی ریجکت بشه، ولی اگر ریجکت شدین مسئله ویزاست دیگه، اگر اقامت تصمیم بگیره که نمیتونه ریجکت شدین و بعد میدنش به نفر بعدی توی ویتینگ لیست، اگر راهی نباشه
الو، صدای من. الو، خیلی خوب. اگه میشه دیگه یه لحظه چیزی نمیشه، من این سوالایی که زدین رو سریع بنویسم. من اسکایپ همو نوشتم، اگه قطع شد من دیگه نتونستم بیام یه درصد، همه میتونیم با هم دیگه توی اسکایپ صحبت کنیم، تک تک منو اد کنین، همه رو جوین میکنم به یه کار. خب دیگه اگه میشه نمیشه که من بتونم بالا رو ببینم اگه ویزا ریجکت چین. خب امکان تغییر در موبیلیتی هست، خیلی بستگی به پروگرامتون داده ولی معمولا نه، ولی بعضی موقع هم پیش میاد که اون لحظه میتونین تغییر بدین. مثلا بین دو کشور، بین فرانسه و آلمان اگه بودین، اگر رشته شاخهتون خیلی فرق نکنه و اونجا جا داشته باشه، اگه بخواین میتونین برین اون، ولی معمولا این اتفاق خیلی طول نمیکشه. خواهش میکنم. ممنونم آقای جمشید. واسه من کانترکت نفرستن، فقط اراسموس و اکسپت. نه خب پس وقتی میان کانترکت رو بهتون میدن مهم نیست، کانترکت رو که گرفتین لطفا خوب بخونینش. کانترکت رو خیلی از موقع وقتی میان امضا میکنین، خیلی مهم نیست که براتون نفرستن، ویزا رو بگیرین بیان کانترکت رو بخون. خیلی فرق نمیکنه، کانترکت رو نمیتونی عوض کنین، ولی خب فرقش اینه که رایتتون متوجه میشه. در صورت ریجکت ویزا انگلیش چی کار کنم؟ واقعا کار نمیشه کرد، ریجکت ویزا رو خیلی نمیتونیم ما کاری انجام بدیم. anyway میتونین تلاش کنین که ریجکت نشین، همه داکیومنت رو درست بدین، ولی اگر بشین واقعا ویزا خارج از این، چون اقامت اگه، یعنی ایمیگریشن اگه اجازه به هر دلیلی صلاح ندونه که یک ویزای رو بده، ربطی به ادویکیشن نداره و خارج از دست ماست. خب میشه خواهش کنم یه لحظه دیگه سوال ننویسین تا من اینا رو بخونم؟ هی میپره من چیز میکنم. آره دیگه سوالا رو من نمیتونم بخونم از یه مقداری بیشتر. ممنون. پس میتونم باز ببین پیگیر ویزا شدن، خب مثل همه ویزا ربطی به اراسموستون نداره، این خیلی سوال کلیه. پیگیر میتونین بشین، خیلی موقع خیلی چیزی عوض نمیشه، چون اراسموس قابل دیفر به سال بعد نیست. این خیلی بده، چون خیلی بچه هایی که ویزا ریجکت میشن دیفر میکنن سال بعد، ولی اگر چون اراسموس دیفر نمیشه کرد و میدنش به نفر بعدی طول نیست، خب وقتی دیفر نشه کرد معمولا ویزا خیلی سخت اینجوریه که به زودی مثلا در از 3 ماه بشه دوباره ویزا بدن. یه بدن مشکل نیست، اگه ندن نمیشه. برای PhD باید از سال 2 شروع کنیم. یعنی چی سال؟ نه خب چی رو از سال 2 شروع کنین؟ موبیلیتی منظورتون؟ این منظورتون موبیلیتی باید نیست، ولی معمولا بله، معمولا سال 1 توی هومین، سال 2 و 3 دیگه بستگی داره به پروگرامتون میرین یه سال مثلا یه کشور دیگه برمیگه. این وسط های بخواین ریسرچتون اجازه بده 6 ماه 3 ماه میرین یه جای دیگه هم که دوست دارید. تریبوس به جای 48,000 مهم نیست، منظورم از 48,000 یورو آقای علی پیامی نوشتیم به جای 48,000 یورو 45,000 تا میده، چرا کمتره؟ منظورم از 48,000 تا خیلی فیکس نبود، هر پروگرام یه ذره متفاوته، بستگی به کنسورسیوم کشورهایی رو که داره. ببین تعهد اراسموس اینه که یه میزان خوبی از سطح رفاه رو برای شما ایجاد کنه بعد از تکس تو هر کشور اروپایی فرق داره، در نتیجه بر اساس جرم هر کشور مختلفی این بالا پای میشه. منظورم 48,000 تا فیکس نبود، اراونده. اینجوری نیست که فقط در رشته شما 45,000 تا، خیلی رشته ممکنه حتی پایین تر هم باشه. دیگه مدید واسه هر فعالیتی باید از شهرداری اجازه گیریم؟ یعنی نمیشه یه گوشه پارک ساز زد؟ راستشو بخواهم خیلی بستگی باز به کشور داره. چرا مثلا اسپانیا میتونین یه گوشه بشین واسه خودتون ساز بزنین، ولی اگر که بخواین یه گوشه بشینین مثلا میگم ساز بزنین که مردم دورتون جمع بشن و لذت ببرن، و حالا اگه هر کی دوستاش مثلا میگم باتون عکس بگیره، نمیدونم، چون بالاخره اینجا یه سری گوشه هستن یا حالا ساز میزنن واسه خودشون، ممکن اصلا درآمدشون باشه، ولی اینجور آدم ها بله حتما از شهرداری اجازه میگیرن. ولی حالا اگه میخوام به یه گوشه پارک خلوت واسه خودتون تنها بشین ساز بزنین، نه مشکلی نیست، نه با پابلیک باشه، نه با هدف پابلیک داشته باشه. صداقت برای منم بچه خب اینا دیگه چی؟
دیگه چی ممنون؟ خانوم پریسا ترابی، پارسال توی ایتالیا بچه های ایرانی مشکل حساب باز کردن داشتن، 40 روز طول کشیده بوده تا براشون حساب باز کن و فاندشون دیرتر به حسابشون نیست. آیا راهی هست که ما امسال بتونیم سریع تر حساب باز کنیم؟ امسال بعید میدونم به مشکلی بخوریم. اینی که دارین میگین همه بچه های ایتالیا نیست، من خودم ایتالیا بودم، همچنان با بچه های پارسال در ارتباطم. این همه بچه های ایتالیا هست. ببینید مثلا میگم توی میلان، توی خود پلیتکنیک میلان یه بانک هست به نام پاپولار دی ساندرو، این همیشه باز میکنه روز اول. خیلی بانک خوبی نیست، ولی این روز اول براتون باز میکنه و شما میتونید حقوقتون رو بگیرید. حالا اگه میخواین بانک خوب باز کنید، توی این سالهایی که تحریم بودیم بعضی بانک ها برای ایرانی ها باز نمیکرد. جنوب ایتالیا اگر منظورتونه، خب اونجا تعداد بانک کمتره، ممکنه یه ذره سخت‌تر طول بکشه. ربطی به 45 روزش نشه و الان که تحریما برداشته شده خیلی بعید میدونم که به مشکلی بخورین. در کل از بچه های سال قبلتون بپرسین، همه میدونن، همه همچنان دارن حقوق میگیرن، هیچ بانکی به مشکل خاصی نمیخوره. نهایت نهایتش اینه که همه بانک ها، همه دانشگاه ها یه دونه بانک هست همیشه باشون کار میکنن با دانشگاه خارجشون، مگه اینکه خیلی دیگه دانشگاهتون کوچیک باشه که اونم از توییترتون بپرسیم معمولا کمکتون میکنه، ولی معمولا یه بانک هست که اون بانک میتونه کمکتون کنه. بچه ها یک کانال شما خودتون میخواین کانال تلگرام بزنین بزنین. آیا برای تشریف فرآیند صدور ویزا از طریق اسوسییشن؟ نه نمیتونیم ما کاری بکنیم. تنها کاری که میتونین بکنین اینه که الان هم صدا قطعه. نه وصل. خب بکنم مشکل شماست. من جواب این سوال رو بدم که فرمودی نه ما نمیتونیم تسریع بدیم. کاری که میتونیم بکنیم اینه که پروگرامتون، هر کسی که هست، اون کوردینیتورتون و کانتکت پرسن بهش بگین شرایط ایران رو توضیح بدین. اگر که شرایط ایران رو توضیح بگین، مثلا ادمیشن لترتون رو اگه میتونه به دانشگاه بفرسته. من نزدیک دو ماه اساس بلژیک در چون مشکل سر بزنیم مشکل میدونم این مشکل متوجه میشم، ولی خب اگه بخواین تسریع بدین همین توضیحاتی که داریم به من میدین به چیز بدین، به کوردینیتورتون بدین و منشی پروگرامتون، اونا میتونن از طریق پروگرام، چون اون الان داره که میتونه چیز کنه، شما دانشجوی اون پروگرام محسوب میشین، میتونه درخواست بده به ویزای بلژیک مثلا یه دونه حالت تسریع بخشیدن درخواست کنه. این قابل انجامه، انجامن خیلی کار نمیتونه بکنه. فایلشو میذارن، رکوردش خواهد موند. من اگه یه بار تو این چیزا ندیدم یه سوالی رو، مسئله مشترک و بعد من ندارم. نه برای من آره بچه ویزا میمونه همین که الان چیزاتون گرفتن. اگه خیلی به مشکل میخورین من میگم به کوردینیتورتون بگین، چون یکی از دیگه هم نوشته ولی شما خانم مشکل سربازی نداره، دیر بیاین هیچ اشکالی نداره واسه پروگراما، یعنی دیویزاتون دیر بشه. اولا که به کوردینیتور، اگه مثلا درستون اول سپتامبر شروع میشه به کوردینیتور یا منشیتون حتما بگین که ویزاتون طول کشیده. دو، اگر که میخواین تسریع بدین حتما این توضیحات رو بدین، اگه میتونن به سفارت بگن، بهشون یه ایمیل سفارت بدین، یه آدمی تو سفارت، یه شماره تلفن، یه چیزی بدین که باهاشون در تماس باشن، میتونن اونا باهاشون در تماس باشن یه ذره تسریع بدن. این بورس توی رزومه باعث میشه راحت‌تر اونجا کار بعدش اقامت بگیری. اقامت بستگی به کشوری داره که توش دارین زندگی میکنی. مثلا میگم به صورت خیلی مثال بخوام بهتون بگم و بستگی به نشنالیتی، مثلا اسپانیا به
مهاجرین آمریکای لاتینش یه جور اقامت میده و ایران یه جور میده. مثلا ایتالیا حالا خیلی فرق به نشنالیتی نداره، ایتالیا 5 سال بعد شما زندگی کرده باشین مداوم، تو این 5 سال 1 یا 2 سال یا 3 سال حالا یه مقدار سایر رو باید کار کرده باشین، یه مقدار تکسی باید داشته، یه سری قانونا داره عوض میشه، قبلا فقط 1 سال بود، الان که شده 3 سال. چنین اون خیلی بستگی به کشور داره، باید از دانشجوهای ایرانی کشوری که توش پیوسته چیز دارین بپرسین. یه مزیتی که داره این بورس، اگه استودنت بهتون بدن خیلی فرق نداره، نه فرق نداره، فقط این استودنت برای اقامت تفاوتی نداره، ولی برای ادامه کارتون چرا؟ خب اراسموس خیلی شناخته شده است اینجا، 2 تا مدرکین یا یه مدرکین با 2 تا مهر دانشگاه، نتورک خیلی بیشتری دارین، خب مطمئنا خیلی بهتر میتونه بشه، خیلی بهتر میتونه کمک کنه واسه رزومه. واسه اقامت اگه PhD باشین میتونه کمک کنه، از این جهت که شما ویزا و اقامتتون کاریه و معمولا ویزا و اقامت کاری در اقامت خیلی طولانی مدت، خیلی اقامت دائم خیلی تاثیر داره تا اینکه دانشجو بشین، چون تکس خیلی زیادی داره. همراه بله میتونین ببرین، همسرانتون بچه هاتون هیچ مشکلی ندارن، حتما با چیز صحبت کنین، حتما با کوردینیتورتون صحبت کنین، اونا به شما کسایی رو معرفی میکنن که مسئول کار ویزاتونن و از همون زمان کارای از همین زمان که شما شروع کردین کار همراهتون هم باید شروع شه، نه یاین این ور بعد کارا رو شروع کنین، از قبل بستگی به خیلی از چیزا داره، ولی همراه میتونین بیاین، همسر به بچه هیچ مشکلی نداره. بعضی از جاها ممکن تکس کم تر بدین. من مستر میخوام بخونم برای اپلای سال 2 مستر بعد کارای اپلای شروع کنم. کارای اپلای PhD ببینیم توی چی، توی معمولا اراسموس تو کنم چون که خودتو اپلای کنیم میدونیم مدرک رو نیاز داری یا حداقل مدرک موقت، در این چی مثلا خیلی نمیشه زودتر اقدام کرد، تقریبا دیگه شاید 6 ماه آخر بتونین، اونم به خاطر اینکه بگین مثلا یه نامه دانشگاه ببرین که من در این تاریخ دفاع خواهم کرد. از ما من نمره آیلتس و نیم نمره کم گرفتم، چقدر احتمالش هست که اکسپت نهایی رو بگیرم؟ این خیلی سوال سختیه که میپرسین، به خاطر اینکه خیلی احتمال اینکه پذیرش بگیرین بستگی به این داره که کیا با شما اپلای کرده باشن، همه چیز مثل کنکور رقابتی، بستگی داره به آدمایی که اپلای کرده. اگر شما همچنان با آیلتس نیم نمره پایین تر ولی بقیه چیزاتو آیلتس نیم نمره پایین تر از مینیمم ریکوایرمنت ممکنه اصلا کلا بذارن کنار، ولی اگر نذارن خیلی بستگی داره، اگر همچنان بقیه چیزاتون قوی تر از اونایی باشه که با تو اپلای کردن مشکلی. از دوستان کسی امسال در EMA اکسل شده دیگه میخوایم به خانم مهتاب جواب بدین خودتون تو گروه تلگرامتون. اینم از این. بعد از اتمام تحصیل تا چقدر وقت میتونیم توی اروپا باشیم قبل از اینکه کار پیدا کنیم یا احیانا PhD رو شروع کنیم و آیا حتما باید تو کشور پروگرام باشیم؟ اصلا نیازی نیست حتما تو کشور پروگرامتون باشین، ولی بسته به اینکه تو اون کشوری که دارین زندگی میکنین خب احتمال که کارگیر بیارین هست، ولی خب PhD هر جا برین هیچ اهمیتی نداره. اولین سوالتون تا زمانی میتونین اقدام کنین بمونین توی اروپا که اون کارت اقامت سال دوتون اگه مستر هستین یا PhD اون سال آخر تحصیل اون یه کارت اقامت دارین که اون یه تاریخ انقضا داره، تا اون زمان میتونین بمونین. حالا اگر مستر تزتون یه ذره ادامه پیدا کنه اون یه ذره میتونین تمدید کنین یا اینطوری. بعضی از کشورها یه دونه اقامت خیلی خاص داره، خیلی کم کشوره مثلا ایتالیا داره بهش میگن اقامت جویای کار، بعد اگر تحصیل کرده باشین تو ایتالیا مدرک ایتالیا داشته باشین یه سال هم میتونین جویای کار بگیرین، ولی خیلی از کشورها ندارن اینو، نه این نداشته باشن تا آخر اقامت در اصل میتونین بگین که آخر اقامت یعنی آخر فارغ تحصیلی. اگه برای تحصیل در کشور دیگه کار پیدا کنیم میشه از همون اروپا؟ بله میتونین، نه میتونین اقدام کنین، بس این داره اگه استودنتین دیگه، مثلا شما پرمیسوی استودنت دارین در اینچه رزیدنت یه جای محسوب میشه، پرمیس همون پرمیت آف استی، شما رزیدنت یه کشور اروپایی محسوب میشین، در اینچه تا زمانی که رزیدنتشین میتونین از اونجا ویزای کاریتون رو بگیرین برین، مشکلی نداره، تا زمانی که اقامت اونجا رو دارین مشکل نداره.
اینکه هیچی، تلگرام گروپتون دادن میتونید بخونید. ما حین تحصیل اقامت هر دو تا کشور رو داریم، یعنی مثلا اگه سال دوم از ایتالیا بریم یک کشور دیگه، سال دوم با جزء اون 5 سال اقامت حساب شد. نه، معمولا شما وقتی میرین یک کشور دیگه اقامت اون کشور دوم رو دارین، ولی بس اگر 1 سال برین که حتما اقامت کشور دوم رو دارین. اگر 6 ماه برین ممکنه که مثلا با ویزا 3 ماه برین، اصلا فکر کنم نیاز نیست، میتونین با اقامت کشور اول برین، 6 ماه برین بعد ویزا بگیرین حتما. ممکنه دیگه نیاز نباشه اقامت کشور دوم بگیرین، ولی ویزای دوم رو میخواد دوباره برگشتین بعد ویزای ایتالیا بگیرین، یه چنین چیزی مثلا دارین. و بعدیش اگه 1 سال برین، آره اقامت اون یکی میشه، چون فقط تنها مشکلش اینه که وقتی جابجا میشین پیوستگی رو از دست میده اقامتتون. واسه اقامت دارین میتونین از بچه های سالاتون بپرسین ببینین اونا تونستن دوتا اقامت بگیرن. بعضی از کیس اگه شده میتونین اقدام کنین. در مورد حجاب داشتن توی اروپا میشه کمی بگین برخورد مردم و توی دانشگاه مشکلی پیش نمیاد؟ نه هیچ مشکلی نیست، هیچ فرقی نمیکنه. ماینوریتی منظورم همین بود، مثلا اینجا عده کمتری حجاب دارن، خب بالاخره یه جوری ماینوریتی محسوب میشن، عده بیشتری حجاب ندارن، ولی هیچ اهمیتی نداره. هر گونه ماینوریتی هستین هیچ تفاوتی وجود نداره، ماینوریتی حجاب، عقیده، دین، هر چیزی که هست هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. من تا حالا راستش رو بخوام چیزا اصلا چیزی ندیدم. ما خیلی از بچه‌هامون حجاب دارن، داشتن موقعی که دانشجو بودیم حجاب داشتن و هیچ مشکلی هم وجود نداره. در کل من هیچ مشکلی نمیبینم، من ندیدم تا حالا، خیلی کم. بالاخره هر آدم های متفاوتی همه جای دنیا هستن. شما بالاخره ممکنه به صورت شخصی آدم رو پیدا کنین که موافق نباشه، ولی اون آدم حق این که به شما هیچ چیز رو بگه نداره اگر بخواین حجاب داشته باشین، و یا حق هیچ گونه تعرض نداره، و یا حتی حق گونه هیچ گونه بی احترامی رو نداره. اگه نظرشو بخواین میتونه بهتون بگه، مثلا میگم این دیگه ماسونه که من با حجاب مخالفم مثلا، و این خیلی عقد شخصی آدم هست، هیچ وقت معمولا نمیگه. یه نکته‌ای که مثلا میتونم یه مقداری به صورت کلی بگم اینه که مثلا هیچکس کلا سعی میکنه، حالا خیلی همه عمل نمیکنن، ولی کلا یه قانون نانوشته ای توی اروپا وجود داره که کلا نباید دین کسی رو ازش بپرسین. این خب باعث میشه که کلا کسی اصلا اجازه نمیده. ولی ما مثلا میگم تو میلان، تو همه کشورهای اروپایی کامیونیتی مسلمان ها هستن، کامیونیتی با اجابه هستن، کامیونیتی تمام دین ها تقریبا هستن، نه فقط مسلمان ها، همه دین ها هستن و همشون هم آزادانه هر جوری دوست دارن هستن. کار دانشجویی میتونید در طول مسیر، بستگی به قانون کشورتون داره، ولی معمولا 20 ساعت 40 ساعت اینا میشه توی ماه انجام داد. یعنی توی ماه مثلا 2-3 روزی کارهای خیلی ریزه، مثلا چه میدونم در حد پروژه ای، اینترنشیپ، اینجوری میشه کارهای کوچیک برش، ولی اینکه کاملا یه کار دیگه ای بکنین، یعنی یه کاری بکنین و فول تایم باشین یا حتی پارت تایم باشین، نه، معمولا 20 ساعت بتون اجازه کار میدن توی خود دانشگاه. مثلا اگه توی دانشگاه بخواین منتور یکی دیگه باشین، مثلا آیا ای در صورتی که بابت ریجکت ویزا نتونیم برنامه رو بریم، مثلا برای همون مشابه چجور؟ خیلی ربطی نداره. مثلا توی ویزای اپلیکیشن شما، ببخشید، توی اپلیکیشن تحصیلیتون سال بعد میخواین بدین، نمیپرسه شما ویزا ریجکت شدین یا نه، این ربطی توی پذیرش نداره. ما که بورس داریم میتونیم از دولت ایران ارز دانشجویی دریافت کنیم؟ این ربط داره به ایران حقیقت رو بخواید، من اصلا در جریان نیستم. من خودم موقعی که دانشجو بودم نگرفتم ارز دولتی چون بورس داشتم و اصلا در جریان نیستم. اینو بعد از ایران بپرسیم. اینها کاری ندارن به اینکه شما ارز دولتی میتونین بگیرین یا نه، به اروپا ربطی نداره، بس یه قانون ایران داره که من در جریان نیستم. من ترم اول پاریسم، ترم دوم مادرید، ویزای 1 ساله میتونم ترم اسپانیا.
به مجدد باید به سفارت اسپانیا مراجعه کنم. ببین، یه قانونی که وجود داره اینه که شما در شنگن میتونین کمتر از 3 ماه در یک کشور دیگه زندگی کنین. یعنی اگر اقامت و ویزای مثلا اسپانیا رو دارین 1 ساله، میتونین تا 3 ماه سفر کنین به هر کشور شنگنی، ولی تا 3 ماه. این قانونی شه. و شما وقتی میفرمین ترم دومتون کاملا چیزه، ترم دومتون اونجاست، یعنی 6 ماه، یعنی باید ویزا بگیریم. میشه هم ما و هم چطور میشه هم توی چپته؟ آره، تو هر کدوم از اسوسییشن ها بخواین میتونین عضو بشین، هیچ مشکلی نداره، هیچ کدوم با هم کانفلیکتی که ندارن، همشون میتونین عضو بشین. یه مقداری باید شروع کنین، وارد میشین، عضو میشین. مثلا معمولا توی اما به صورت خاص میتونین از کانتری رپرزنتیتیو شروع کنین، نماینده ایرانی ها شروع کنین، بعد بشین مثلا بیاین توی ریجینال بورد. توی ریجینال بورد بر اساس رای گیری مثلا پرزیدنت، وایس پرزیدنت، تمام نقش ها، خود بورد نقش ها رو اعلام میکنه. مثلا ما امسال گفتیم ما 3 نقش بیشتر نمیخوایم، چون ما بورد پارسال بودیم. بورد پارسال تصمیم گرفتیم 5 تا پوزیشن داشته باشیم، مثلا پرزیدنت، وایس پرزیدنت، کامیونیکیشن منیجر، فلا. ولی امسال بدن که احساس که این پوزیشن خیلی زیاد بود، تصمیم گرفتیم چون من پارسالم تو بورد بودم، امسال تصمیم گرفتیم 3 تا داشته باشیم. و من برای وایس پرزیدنتی اقدام کردم و رأی آوردم، وایس پرزیدنتی گرفتم. یکی دیگه برای پرزیدنتی اقدام کردم، رأی آوردم. اگر 2 یا هر تعدادی داشته باشی، هر کی رأی بیشتری بیاره است دیگه، مثل همه والونتیر انجمن هاست. من از فرانسه شروع میکنم. خانم مهتاب، پروگرام و ویزایی که به هم داده فقط فرانس هست و شنگن نیست. من با رزن پرمید میتونم برم به پست کانچیم که جمعه. نه، این توضیح بالا هم دادم، گفتم اگر شما رزیدنت پرمیت یک کشور رو دارین، قانونن فقط تا 3 ماه میتونین به یک کشور شینگن دیگه سفر کنین. این اشکال نداره که بهتون شینگن ندن و فقط فرانسه رو دادن، این اصلا چیز مهمی نیست. ورودتون حتما به از وقتی میخواین وارد شینگن شین از ایران، حتما ورود و خروجتون از فرانسه و به فرانسه باشه، چون شینگن نیست. بعد که رزیدنت پرمیتتون رو گرفتین، به هر کشور شینگنی میتونین تا 3 ماه سفر کنین. بالای 3 ماه نیاز به ویزا دارین. اگر شما 1 ترم دارین میرین توی آلمان تحصیل کنین، نیاز به ویزای آلمان دارین. اگر زیر 3 ماه میتونین. اگر سوال دیگه نیست، فکر کنم یه 3 دقیقه هم هست، بیشتر از زمانمون رفتیم. اگر سوال دیگه نیست که هست، این لینک گروپ تلگرام و خانم شفیعی میخواد، میخواییم بهشون بدین. اسوسییشن ها گفتید برای کاریابی و اینترنشیپ پیدا کردن کمک میکنن. خود اسوسییشن کاری براتون انجام نمیده طبیعتا. ببینید، اسوسییشن همین ماهاییم. اسوسییشن یعنی انجمن آدم هایی که توشن. ولی چون اسوسییشن یه سری پروژه داره، یه سری تیم هایی وجود داره و که این پروژه و تیم ها کمک میکنه. مثلا ما یه سری پروژه داریم که یه سری کمپانی درش داخله. اگه شما به عنوان آدم وارد این پروژه بشین، خب با تمام اون کمپانی ها درگیر میشی و اون کمپانی ها هر موقع اینترنشیپ داشته باشن به شما میگن. این نتورکی که ایجاد میکنه 100% کمک میکنه. خواهش میکنم خانم یزدانیان، خواهش میکنم. ممنونم از اینکه تشکر کردین. این هم تلفن خانم فرزانه و فاطمه، خواهش میکنم. مرسی که لینک تلگرامتون باز نمیشه. میخواین تا این تلگرام رو درست میکنین، من نگه دارم چتو. خواهش میکنم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، لطف. یه سوال دیگه هم دارن. آیا میشه از راه دور در 6 ماه اول شرکت کرد و برای 6 ماه دوم ویزه جداگانه اقدام کرد؟ یعنی چی؟ آیا میشه از راه دور در 6 ماه اول شرکت تو چی شرکت کرد و برای 6 ماه دوم ویزه جداگانه اقدام کرد؟ اصلا سوالتون برای من واضح نیست. توی چی میخواین از راه دور شرکت کنین؟ تو پروگرام که نمطمئنه. همه پروگرام های اراسموس اصلا دیستن نیستن، همشون فیزیکال باید اونجا باشین.
برای 6 ماه دوم باید اقدام کنی، ویزا جداگانه اقدام کنی؟ نه نمیشه، بعد از اولش ویزا رو بگیرین، 1 ساله بگیرین، از اولم باید بیان. خواهش میکنم خانم شفی، لینک خدا رو شکر درست شد. اگر همه جوین شدین من میتونم قطع کنم. موفق باشین. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم از آشناییتون. فکر کنم همه لینک تلگرام رو گرفتین، امیدوارم همه لینک تلگرام رو گرفته باشین. من با اجازهتون قطع میکنم. ایمیل بزنین براتون میفرستم، فایل پرزنتیشن رو ایمیل بزنین براتون میفرستم. اینجا فکر کنم نمیتونم آخه بهتون بدم، راهی نداره که بهتون اینجا بدم، وگر همینجا میذاشتم. شما توی آیکون بالا توی داکیومنت نمیتونین پاورپوینت رو بردارین یا دانلود کنین؟ یه چک بکنین ببینین توی اون بالا توی داکیومنت شما میتونین پرزنتیشن منو بردارین یا نمیتونین. اگر نمیتونین چون بر رکوردش هم بتونین. البته نه نه نه، توی همین فکر کنم وب پیج خود چیز بعدش بعد بتونین پرزنتیشن رو شما ببینین. آها آقای علیرضا هم دو تا چیز گذاشتن توی فوروم اینجا، توی لینک همینجا میتونین صحبت ما میتونین بپرسین که آیا میتونین با هم دیگه داکیومنت رو شیر کنین، با هم دیگه صحبت کنین. یعنی حتی منم قطع کردم، شما در فوروم همین جایی که شما انتر روم کردین به این وبینار، همین زیرش میتونین فوروم درست کنین که مثلا آقای علیرضا تا حالا کردن این کار رو، دو تا فوروم درست کنین با هم صحبت کنین، حالا تلگرام هرچی میخواین با هم دیگه بدین، داکیومنت رو با هم دیگه میتونین جابجا کنین. شما میتونین تو داکیومنت وبینار آپلود کنین؟ من الان نمیتونم ولی میپرسم، فکر میکنم که نه من الان نمیتونم این کار مسکی انجام بدم، نمیدونم چرا، ولی یعنی چیز کنین، فکر میکنم که خود آی سی یونت، خود سرویس پرووایدرمون رکورد این و داکیومنت رو بذاره، امیدوارم بذاره و فکر میکنم میذاره. اگر یه بار نذاشتن با شما میتونین با ایمیل با من در تماس باشین، یکیتون میفرستم و بقیهتون فکر میکنم میتونین از اون بگیرین تو همین کانال تلگرامتون. متشکرم، ممنون، خواهش میکنم، خدا نگهدار همتون باشه. امیدوارم که سفر خیلی خوبی داشته باشین و کلن چپتر قشنگ زندگیتون مبارک. قربان شما.